خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه اول بهمن ماه 1397 برابر است با 21 ژانویه 2019 میلادی. هوا به شدت اینقدر سرده که ما به شدت میگیم به شدت، هوا به شدت سرده در واشنگتن. این هم احیانا از وجود ترامپ نالایق و شالاتان هست. سیومین روز بسته شدن و تعطیل بودن دولت آمریکا رو پشت سر گذاشتیم. امروز فکر کنم 31 روزه و یه بنبستی رسیدن که خودشون هم نمیدونن چه کار کنن. و اما امروز روز تولد مایکل لوتر کینگ هست. یه دفعه قدیما ما گفتیم مایکل لوتر کینگ، طرف گفت آقا بی سواد مارتین لوتر کینگ، گفتیم برو بخون. این اولش مایکل بوده، بعدن یادتونه یه تبلیغی بود میگم من اولش ویفر بودم بعد با کرم تو فر بودم، بعدن اسمش رو عوض میکنه و میذاره مارتین لوتر کینگ. این کسی بود که بعدم پستر، من نمیدونم اینا آخوندای ما هم طلبه و نمیدونم آیت الله و حجت الاسلام و اینا دارن، اینا هم فادر دارن، شبان دارن، پستر دارن، ریبرنت دارن اینا. بالاخره این آقا مذهبی هم بود و یک کمی که چه ارز کنم خیلی زیاد در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کرد و ترور شد. 40 سالش هم نبود وقتی، 39 سالش بود. در هر صورت امروز در آمریکا تعطیله و من حقیقتا خبر نداشتم، اگه خبر داشتم یادم نبود، به جمعه به شما میگفتم که امروز نیام، ولی دیدم برنامه دارم با دوستان از کانون آوا، برنامه بسیار خوبی هم بود، با آقای مالک بیت مشعل بودیم از آلبانی و یه فیلم هم گذاشتیم راجع به اوضاع و احوال مجاهدین در به اصطلاح آلبانی و در جهان. حتما نگاه کنید، روی فیسبوک هست، روی بایگانی کانون آوا به زودی خواهد بود و از تلویزیون مردم هم تا دوشنبه هفته آینده هر روز پخش میشه. دوستان ما بالاخره از این منزل رفتیم، یعنی فردا میریم و ممکنه چهارشنبه اگه اینترنت محل جدید درست نشده باشه من نتونم برنامه بذارم، چون بعضی وقتا میگه میان صبح درستش میکنیم یا فردا قرار بیان اصلا، ولی به قول اینها نمیشه اطمینان کرد، مخصوصا روزای سرد، بارونی، یخ، برف و اینا. به شدت اینجا سرده، به حدی که دیروز آدمهای خیر، انسانهای شریف، سازمانهای مختلف را افتاده بودن توی خیابونهای واشنگتن و آدمها رو که تو خیابون میخوابن، بله توی آمریکا از فقر بعضی ها تو خیابون میخوابن، اینا رو ور میداشتن میگفتن بیان برین یه جایی گرم پتو بهشون بدن تا اینکه نمیرن. من خودم موقعی که بچه بودم شنیدم توی اون محلی که ما بودیم یه نفر بود مسئول چمن و باغ و آبیاری و این چیزا بود و من نمیدونم میگفتن این از سرما مرده. حالا چرا اون موقع هم از سرما این بدون خانواده بدون خانه و کاشانه مرده بود؟ و من از همون بچگی همیشه از این سرما یک وحشت بدی دارم. گرما برام مهم نیست، از گرما هم خفه بشم برام مهم نیست، ولی از سرما. همین دیشب وقتی داشتم از یه جایی میمدم گفتم آدم اگه ماشینش پنچر بشه، نه تصادف و اینا، پنچر بشه، بخواد وایسته نیم ساعت پنچرگیری کنه، پدرش در میاد سرما. بعد گفتم ببین چقدر اینا خوبن، چقدر به فکر ما هستن، ماشینای جدید لاستیک زاپاس نداره، شما وقتی پنچر شدی میشینی زنگ میزنی یه ماشینی میاد اون برات اون کارا رو انجام میده یا ورد میدارن میبرن تعمیرگاه. دوستان عزیز، من تشکر میکنم از آقای به نام رمضانی که ما وقتی ایمیلای مختلفی برامون میاد، معمولا اونایی که بیشتر به نظرم میاد ذکر مصیبته و یه روز این میفرسه یه روز اون میفرسه، من میگم چقدر خوب شد که شما اینو گفتید و ما دانا شدیم، آگاه شدیم، عاقل شدیم، ولی خب حالا با همه اینا ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم.
چه باید کرد؟ ایشون لطف کرده یک پیغامی گذاشته و نوشته که براتم ایمیل فرستادم، ایمیلم فرستاده و منم براشون نوشتم ممنونم که پیغام گذاشتید و من ساعت 3 بعد از ظهر به شما زنگ میزنم. حالا ما زنگمونو میزنیم اگه ایشون ایمیل ما رو گرفته باشه، اگه نه یه وقت دیگه با ایشون صحبت میکنیم. امروز ساعت 4:45 قرار است با آقای مینویی باشه. ممکنه به ایشون زنگ بزنم و امروز رو تعطیل کنم چون خیلی اوضاع اینجا ریخت و پاشه، باید مرتب کنم اینها. و آقای مینویی هم، پرویز مینویی، با تایپ کردن اسمشون در گوگل یا در سرچ انجین، الان دیگه زیاد داریم این روزا، بینگ هست، ask.com هست، یاهو هست، خلاصه دیگه اصلا کاری هم به شما ندارن. شما هم اون اسم یه نفر توی اون باکس یا توی اون قطعی بنویسی خودش پیدا میشه. خب و اما مارتن لوتر کینگ رو گفتیم، اینجا هم نوشتن 1929 تا 1968 که ترورش کردن و بحثای زیادی هم در موردش هست. یه سری میگن دولت میخواسته توطئه کنه براش، بعد یه سری میگن توطئه کرد، دوست دختری براش پیدا کرد که این هم به اصطلاح به همسرش خیانت کنه و اونها بتونن براش پاپوش درست کنن. همین الان برای این بازرس مخصوصی که داره برای ترامپ و خانوادهش و این ریاست جمهوری این شارلاتان دارن تحقیق میکنن، برای همین هم میخواستن پاپوش درست کنن. چیزی که از اون زنی که اینها رفته بودن سراغش و گفته بودن 20,000 دلار بهت میدیم، آدم با شرفی بوده، آمده گفته که اینا به من یه همچین پیشنهادی کردن و من حاضر نیستم سرنوشت یه نفر رو و مملکت رو به خطر بندازم به خاطر 20,000 دلار. حالا شاید منظورش این بوده که اگر 50 تا، 100 تا، 200 تا، 300 تا بدید ممکنه این کار انجام بدهم. در هر صورت آقای شهرام ایران بومی دیدم که یک پرونده خیلی سر و صدا داری رو برنده شده و به مجرد اینکه ما موف کنیم، موف کردن یعنی اسباب کشی کنیم و به محل جدید بریم، از اونجا با آقای شهرام ایران بومی هم، دکتر ایران بومی هم یک برنامه میذاریم تا ایشون برای من و شما توضیح بده، بیشتر قانون رو بدونیم و قانون رو بفهمیم. هرچی بیشتر بدونیم شهروندای خوبی میشیم. از طرفی نه کسی میتونه، همونجوری که کسی نمیتونه بهمون ظلم کنه، حقمون هم از این ور خورده نمیشه که دوتاش میشه یکی، ولی فرق میکنه جا به جا. اگه خواستید با ما تماس بگیرید info@mardomtv.com آسون ترینشه. تلفن، تکست 200، بذارید ببینم، 3 اینجا 202-695-2573 لطف کنید، کوتاه، مفید، مختصر. و از همه اینها هم بهتر اگر حمایت کنید تلویزیون مردم رو و این سکوی ارتباطی رو باز بذارید برای عقاید مختلف، من به نوبه خودم از شما ممنونم. و اگر یه جایی هستید که دسترسی به تلفن و نمیدونم فیسبوک و دیگه آدم نمیدونه چی بگه این روزا مشکل هست، میتونید از طریق تلفن‌های منزل، از طریق تلفن اداره، از طریق تلفن‌های دستی هم برنامه‌های زنده ما رو با این شماره گوش کنید: 605-475-58-83. البته این سرویس چون توسط یه شرکت دیگه‌ای انجام میشه و من تا حالا چند بار دیدم که کارشون درست نبوده، اینه که این روزا هم که دیگه همه unlimited phone دارن، unlimited data دارن، دیگه خودتون راهش رو پیدا کنید. از روی یوتیوب میتونید برنامه‌های زنده رو ببینید، از طریق mardomtv.com میتونید ببینید، از طریق فیسبوک صفحه خودم میتونید ببینید، از طریق فیسبوک صفحه مردم تیوی میتونید ببینید، از طریق تلفن میتونید صداشو بشنوید. دیگه والا نمیدونم. خب و اما امروز چه خبر هست؟ اول از همه اجازه بدید که از دوستی که این ویدیو رو برای من فرستاده تشکر کنم و این ویدیو رو بهتون نشون بدم. شما هم احتمالاً هم توی آمریکا، هم توی اروپا، هم توی ایران، مخصوصا توی ایران دیدید که بعضیا سمج هستن. مثلا یه فروشنده‌ای یه چیزی رو میخواد بفروشه، هی میاره تو صورت شما، تو چشم شما، همینجا طرف میری عطر میزنه بهت، ادکلن میزنه، هی میگی بابا من مریضم، سرما خوردم، ول نمیکنه و دنبالت میاد. تو اینها
و اینجا یه مدتی گداها مخصوصا اونایی که معتاد بودن، حالا یا به الکل یا به مواد و اینها، مزاحم مردم میشدن و مردم به دولت گفتن بابا این دیگه خیلی بده، آدم وحشت میکنه، طرف راه میفته دنبالش میاد، شما میخوای بری تو پارکینگ پولش نمیدی، همینجور همراهت میاد و فلان، اینا قانون گذاشتن. اگر کسی از این به اینا میگن پن هندلر، کسی از این توی آلمان میگفتن پنر، از این پنرا پن هندلر اینا مزاحمتون شد، شما میتونید قانونا زنگ بزنید به پلیس بگید که من فلانجا هستم، این وایسادم منتظر اتوبوس، این مثلا داره مزاحم من میشه. این از این. سلام، گرم باشید. واقعا این فرخ چون اینجا هست میدونه اینقدر سرده که همین گرم باشید خیلی صادقانه و صمیمیه و بهترین دعا، بهترین آرزو برای هر کسی است. اون روز از من همیشه فکر کردم فرخ تو وینا زندگی میکنه، شاید چون تو وینا میدیدمش، میومد تلویزیون رنگارنگ، فکر میکردم منزلش اونجاست. در هر صورت بهش گفتم که شما که این دوربرا هستی اینها، برای من نوشته که من توی فالس چرچ زندگی میکنم. فرخ جان، فالس چرچ اون سون کورنر چهار رای چه کنم اولین آدرس من تو آمریکا بوده و اولین جایی که آپارتمان خریدم که پول که نداشتیم از داداشم خریدم، چون مثل الان نبود بگه، حالا که خوب چه بهتر شد، مثل چند سال پیش نبود بگه شما پولم نداشته باشی بیا ما برات خونه میخریم، مبل و وسایل خواب و اینا هم بهت میدیم، 25% هم اضافه تر میدیم. اون موقع خیلی سخت میگرفتم، ولی چون داداش من اینجا کار میکرد، فیش حقوقی داشت، آپارتمان گرفته بود و اینها، و یه نوامی بود به نام assumption loan، یعنی شما میتونستی این لون رو به یکی دیگه بدی چون شما باز مسئول بودی. خلاصه داداش ما اون اولین آپارتمان رو در فالس چرچ به ما فروخت و خب به نفع اون بود، نمیخواست مالیات به چیز بده، به نفع منم بود که اصلا به من کس خونه نمیفروخت. ما اینو خریدیم و داشتیم و خیلی هم جالب بود، من توی آپارتمان بودم، اون داداشم توی آپارتمان بود، این داداش دیگه هم توی آپارتمان بود، پدر مادر من توی آپارتمان، یعنی 4 تا بیلدینگ، مثلا اگه 61-35 بود اون یکی 61-37 61-39 61-41 هم چیز. و جالب بود تا این که چشم روز بعد نبینه، این مسجد هست، این مسجد شروع کرد ساختن. آقا هر وقت ما میمدیم ماشین پارک کنیم، آقایون آمدن برن نماز بخونن، جای ما رو غصب کرده بودن. وای میسادم بهش میگفتم اخی برادر وراده، تو تا اومدی جای منو گرفتی. میگو اشکالی نداره، خدا بهت اجر میده، God will bless you. گفتم ای God بزنه تو سر تو که بلکه عقلت بیاد سر جاش. خلاصه از دست اون در رفتیم. ناگفته نماند وقتی پدرمان فوت شد، چون همون جاها بیشتر آشنا داشتیم و اینا، تو همون مسجد بردیم به اصطلاح مراسم نماز میت و فلان و اینها. میگن ایران میگویید سریش، من نمیفهمم یعنی چی. زرشک میگی شما؟ یه چیزی بود، یه زرشکی هست میخورن، یه زرشکی تو شیراز میچسبوندن با کاغذ و اینها، بعضیا به این میگفتن سریش، نجارا میگفتن سریش، هم یه هم چیزی در اصل من نمیفهمم. شما میگه ایران میگویید سریش. آهان، حالا ایران میگیم، بریم این فیلم من بهتون نشون بدم، اجازه بدین. دوستان وقتی شما برای من می‌نویسین، من نمیدونم تو جمله چندمی هم کجا هم، باید یک کمی توضیح بدید، اینقدر تنبل نباشید، بگید مثلا شما راجع به اینایی که میان مزاحم میشن میگید ایران فلان. این ببینیم که اینجا این ماشینه چیه، لکسس، بی ام دبلیو، پراید، سامان، سمنه، نمیدونم. با هم نگاه کنیم ببینیم که چی میشه. دیگر نمیخواد، ماشین بردم کارواش نمیخواد. امو ابو نمیخواد. Thank you.
خب اینم از این. و برای اون دوستمون نوشتم که این آقا که ماشین میشوره اینم مثل آخونداست، هرچی بهشون میگیم بابا ما نمیخوایم بریم بهشت، شما بریم بهشت ما رو ول کنید، دست بر نمیدارن، میگن نه ما باید ببریم شما رو بهشت. اینم ماجرای ماشینه. البته خب فیلم درست کردن، معلومه چند تا دوربین و اینا بود، ولی اونجا هم که میگه رفتم کارواش، ماشینه رو اگه نگاه کنید اولش کثیف کل خود ماشینه، ولی بالاخره فیلمه و میخواد موزل اجتماعی رو بگه. از این بابت هم ممنون و متشکرم از دوستی که این رو برای ما فرستاد و اون هم از اون شماره تلفنی که شما میتونید زنگ بزنید و بذارید من یه دونه دیگه براتون اینجا درست کنم که بتونید این شماره رو هم بنویسید و یادداشت کنید. نمیدونم چی بنویسم، میتونید با این شماره زنگ بزنید، یکی زنگ بزنه ببینه برنامه ما فعلا پخش میشه، بی خود هم عرض خود میبری یا زحمت ما میداری نباشه، نه وقت دوستان رو بگیریم میذاریم اوورلی 3. اوورلی 3 و شماره تلفن هم یک لحظه میخوام یه رنگ مناسب براتون پیدا کنم، مشکی داخلش هم با سفید بنویسیم شماره تلفن رو، یا با همین خاکستری بنویسیم تلفن، تلفن تیش هم بزرگ بنویسیم. ببخشید که این یه دفعه الان به فکرم افتاد بنویسم، چون اون روز سعید گفت که تلفنتون کار نمیکنه و زنگ زدیم دیدیم کار نمیکنه، حالا دیگه اگه کار نکرد راحت آفش میکنیم، هیچ وقت اون برنامه رو نمیذاریم. و گفتم مرا به خیرتون امید نیست شر مرسان. 605 یه لحظه اجازه بدید، 605 475 58 83 اینم مینویسم USA، که یعنی بدونید این شماره در آمریکاست. افکت 3 هم روشن، افکت ببخشید نو بله، اگه میخواین صدای تلویزیون رو به وسیله تلفن بشنوید با این شماره تماس بگیرید. و اما آقای خلوتی امروز لطف کرده بود و برای من، بله خیلی ممنون، سعید میگه که تلفن خوبه، اینم پس همون شرکته کارش، یه کمی ممکنه برف اومده. آقا شیراز بارون که میمد این ور خیابون نادر شماره 3 بود، این ور خیابون شماره 2 بود، بارون که میمد یادمه چهارراه اصلاح نژاد آب جلو اون بقالیه میرفت توی این سوراخ‌های تلفن، بعد هر کی زنگ میزد این وریا که زنگ میزدن اونوری زنگ میخورد، اونوری که دیگه مردم یاد گرفته بودن، مثلا زنگ میزد میگه آقای شریفی، میگه وایسا وایسا، بهش هم نمیگفت تلفن قطع شده، میدوید اون ور خیابون میگه آقای شریفی بده بیا تلفن ما شما رو میخواد، اونم یکی دیگه زنگ میزد به اون. خلاصه امیدوارم مشکل حل شده باشه. خیلی خوشحالم آقای مانی خورسندی هم با ما هستن، منم به شما سلام میکنم، منم به شما درود میفرستم. مانی داداشت یه جوکی گفت اینجا، گفت که آمده بودم فکر کنم تگزاس و وایسادم برنامه رو اجرا کردم و اینها، اون وسط چی بهش میگن، اینترمیشن چی بهش میگن، آن ترک میگیم بعض وقتا، گفت که اون وسط دو برنامه آمدیم داخل مردم، یه نفر آمد گفت که آقای خورسندی درود بر شما. گفتم سلام عزیزم، دیدی دیگه داداشتم چی جو صحبت میکنه، چند وقت داداشتو میشناسی، حتما همه عمرت. گفت که سلام عزیزم چطوری خوبی؟ گفت آقا من خوبم، خیلی هم برنامه تون جالب بود ولی یه دلخوری دارم ازتون. گفت چیه؟ گفت آقا چرا شما میگی سلام، بگو درود. داداشتم گفت آقا جون من دیگه حالا پیرم، من این همه سال گفتم سلام، عادت کردم سلام، حالا شما به بزرگی خودت ببخش. بعد نمیدونم سر چی شد همین آقا گفته بود مثلا آقای پرویز صیاد که شما دیدی سلامشو برسون. بعد داداشت میگه ای بابا این یه ساعت داره زور میزنه که من نگم درود، نگم سلام، بگم درود، حالا خودش میگه سلام داداشت رو هم برسون. کارمون خیلی خرابه، من فکر کنم کارمون خرابتر از اونی هست که با درود گفتن و با عکس فرتور گفتن و با نمیدونم آقا کدبان گفتن و با خانم کدبانو گفتن، من فکر نمی کنم کارمون درست بشه، باید فکری اساسی کرد. امیدوارم آقای رمضانی امروز به ما بگه چه باید کرد.
آقای خلوتی که همشهری من هست از شیراز یک ویدیوی فرستاد، نوشته آقای سربی تو رو خدا بیا نگاه کن این مجاهدین رفته تو صحرا دو نفر وایستادن عکس گرفتن، سیوم دی رو تبریک گفتن به رجوی. اولا سیوم دی مال رجوی تنها نبوده، سیوم دی اگه اشتباه نکنم تمام زندانی های سیاسی در دوره شاه آزاد شدن، چون دیگه اوضاع خیلی خراب شده بود که بعدش 12 بهمن خمینی آمد و 22 بهمن هم انقلاب دیگه به ثمر رسید یا موفق شد، که اون 10 روز هم میگن دهه فجر، بعضی ها که مخالفن میگن دهه زجر. برای من نه دهه فجر بوده نه دهه زجر بوده، من خداییش بهتون میگم بعضی وقتا ممنونم، چون داداشای من میگفتن آقا بلند شو بیا آمریکا، میگفتم بیا آمریکا چیکار، شاید باید تشکر کنیم از این آخوندا که کاری کردن که ما بیایم، دیگه هم نمی بر نمیگردم. آقا اون بهشت و اون ایران و اون وطن و اون همه چی برای شما، ولم کن. این از قدم نحس خمینی قاتل. رایا، این اسم شما رایا صادقی، من متوجه نمیشم راجع به انقلاب دارید میگید. بله حالا انشالله یه نفر دیگه میاد، قدمش مبارکه. دیدم یه ویدیو یه نفر فرستاده بود، یه خانمی گوینده نشسته گریه میکنه، یه خانمی هم میگه به خدا ایران خراب شد دیگه، حالا من نمیگم رضا پهلوی بیاد ولی آخوندا ایران خراب کردن، حالا اگه رضا پهلوی بیاد این آخوندا این خراب شده رو میدن دستش، میگن بیا همون جوری که به جدت دادیم. جد راست چیه؟ جد پدر پدر بزرگت میشه جد، چون این پدره، اون پدر بزرگ، اون جده. این خانم حتی نمیدونه که رضا شاه پدر بزرگ رضا پهلوی بوده. خلاصه آقا هم گریه میکنه. بعد یه دوستیمونم نوشتم خب حالا ما این گریه کردیم چه باید کرد، اینم که ذکر مصیبته. اونم نوشته والله منم نمیدونم چه باید کرد، منم دلم شکست برای این خانمه. میگم آخه ببخشید، این همه اونا دلمونو میشکنن کافی نیست که خودمون هم حماقت میکنیم دل همدیگر رو میشکنیم؟ چه باید کرد دوستان؟ بیاد یکی جلو. ولی برگردیم به این مجاهدین. بندر ماشه دیماه 97 نگاه کنید عکس، طور خدا حتی 5 نفر نیستن. این روزا که دیگه میدونید لازم نیست 3 نفر باشه، 2 تا تو عکس باشن، یکی هم ازشون عکس گرفته باشه. دوربین تو میتونی روی سپایه بذاری، بزنی رو 10 ثانیه تایمر، بری جلوش وایسی اینجوری عکس بگیر. نگاه کنید این عکسو. یه سازمان، دوستانی که مجاهد هستید، خودتون به سازمان بگید آقا خجالت بکشید نکنید این کارا رو. ایرانیان دوستان نگاه کنید، 2 نفر رفتن توی بیابونی که هیچ کس نیست وایستادن، بعد نوشته کانونهای شورشی سی دی گرامی با. من اول هم میخوندم سی دی، گفتم لابد اینا سی دی درست کردن. بله ایشون هم میگه که 1 نفر نمیاد، نظام شورایی. دوست عزیز، خانم گرامی، رایا خانم، این شما نظام شورایی که میگید مثل کجا؟ مثل کدوم کشور؟ این آخوندهای پدرسگ خودشون بیشتر از همه میگفتن و شاورهم فی الامر، حضرت محمد هر کاری میخواست بکند شورا انجام میداد. چه نظام شورایی؟ مثل کجا؟ مثل کدوم کشور؟ بگید خانم آقا. بهترینش این آمریکا بود که ببینید یک شالاتان بی سواد کلاش دزد احمق چجوری این مملکت رو داره به ورشکستگی میبره. روزی 400,000 دلار متروی واشنگتن داره ضرر میده، هفته 1,000,000,000 خورده‌ای دولت داره ضرر کار نکردن میده، چون بعدن باید حقوق بده به اینایی که بهشون گفته نیان سر کار. و وقتی که مردم تلف میکنن میگه، اون وقتا یادتونه اوائل این سپتامبر 11 و اینا میگه 3 ساعت قبل از پرواز بیان، 5 ساعت قبل از فلان بیان، الان برگشته به اون روزا. این همه وسائل پول خریدن گذاشتن، میری یه چیزی بادت میکنه میگه هوف، میفهمه بم تو بدنت نیست، میگه برو. با همه اینا آدم نباشه پشتش، آدمه کجاست؟ آدمه زنگ زده گفته من مریضم. قانونی میشه وقتی بگی من مریضم، هیچکی نمیتونه با آدم مریض بگی بیا سر کار. بعد داره چیکار میکنه؟ داره اوبر رانندگی میکنه. جوکای شب برای این مجید بگم،
مجید اون شب جوک میگفت، گفت راننده های اوبر شاکی شدن، بعد بهشون گفتیم یادتونه شما اومدین راننده های تاکسی رو بیچاره کردین، حالا این کارمندای فدرال 800 هزار نفر آمدن و خب تعدادش زیادشون لابد راننده اوبر شده. بله آقای یزدی سلام میکنم به شما، به مجرد این که ما بریم جای جدید حتما با شما، حتما با اون دوست دیگمون یک مصاحبه خواهیم داشت، چون یک نوشته ای رو دیدم راجع به اصطلاح گردهمایی چند تا از دوستان چپ و کارگری و اینها، و اون دوستی که نوشته بود ایراد گرفته بود، اتفاقا میخواستم برای شما بفرستم ولی همه چیمون ریخته به هم. بله میگه مثل خودمان. خودمان یعنی چی؟ مثال درستر بزنید خانم صادقی. من خیلی آدم نفهمی هستم، فکر کنید من به بچه های کلاس اول خدای نکرده توهین نمی کنم، فکر کنید من بچه کلاس اولی هستم که بابا و مامان من پول نداشتن یه الف به من یاد بدن، منو فرستادن تو کلاس شما، شما میخوای به من الف با رو یاد بدی، تا میگی الف خط میکشی میگم این که الف نیست که، این یه خط فقط. مثل ما یعنی چی؟ مثل خودمان یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بگی که سوربی بیا در شورای دولت همکاری کن؟ خب منی که درسش نخوندم، منی که میزنم داغونش میکنم، میشه همین اوائل جو، میشه همین اوائل انقلاب اسلامی ایران دیگه، هر ننه قمری رو آوردن، قصاب بود، بقال بود، گفتن این آقا نماز زیاد میخونده، این آقا پول کمک کرده به انقلابی، آقا شما بیا جزء شورای کوفت، شورای زهرمار. اینجوری شد، اقتصاد ورشکسته، امنیت ورشکسته، نمیدونم حکومت داغون. نه عزیز من اینجوری نیست. من و شما، شما لطف داری من شناختی، شما میگی من میام اوکی، به من میگی سور به یه نفر دیگر رو نمیشناسی، من چیکار میکنم؟ من از اینایی که میشناسم میارم، یا دوستمه یا رفیقمه یا فامیلمه، از اونا میارم. میشه مثل همینا دیگه، مگه اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا هم دوست رفیق فامیل آوردن گند زده. بله ما منتظر کسی هستیم، من نمیفهمم شما جمع میبندی، شما منتظر کی هستی؟ من نمیفهمم. حالا میگن چند تا از نوادگان قاجار هم ادعای شاهزادگی کردن و رقابت با رضا پهلوی را شروع کردن. شما میدونید که وقتی هم میخواستن حکومت رو از رضا شاه بگیرن، فکر کردن که بابا برش گردونن به همون قاجار، و اون یه نفری که مونده بوده وقتی آورده بودنش اصلا بلد نبوده فارسی حرف بزنه، گویا فقط انگلیسی یا فرانسه صحبت میکرده، گفتن بابا این ول که اقلا یه نفر بذاریم سلام علیکش با سلام علیک ایرانی ها جور باشه. بعد با این پسر بیچاره، اینم 22 سالش بوده، آدم بی سواد، آدم کمدان، آدمی که دیپلم حتی نداشته، با این همه زور باباش و با این همه چی میگن نوکر موکر که همراهش فرستاده سوئیس، آقا از مدرسه انداختنش بیرون، بعدم فرستادنش دانشگاه نظام، این باید میره مدرسه نظام، یک گروبانی بهش دوتا فوش میداد، دوتا قدم آهسته و دوتا سنگر میکن، آدم میشد، در صورت نشد. شما دائما مقایسه میکنید، آیا طرحی نو وجود ندارد؟ خانم ما رو سر کار گذاشتی؟ طرحی نو ما منتظریم شما به ما طرحی نو بدی. اگه من طرحی نو داشتم که میرفتم دنبال اون طرح، من اصل برنامه من اینه که بیام اینجا بگم چه باید کرد، از شما از دیگران بپرسیم چه باید کرد. شما هم یه بوش آدمای خوب، آدمای پاکدل میگید ما میخواهیم دنیا را آباد کنیم، جهان مساوات باشد فلان، میگیم چه جوری؟ بعد شما برمیگردیم من میگی شما نمیدونی؟ نه خانم من نمیدونستم که تا الان انجام داده بودم، 62 سال گذشت، ای که 70 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز رو دریابی. اگه بلد بودم که رفته بودم دنبال اون کار، 20 سال آمدم اینجا میخوام ببینم شماها یکتون میتونید به من بگید چه باید کرد، هنوز نشد. من دارم و دنبال هستم. خب موفق باشید، هر وقت موفق شدید به ما خبر بدید. همین الان که شما دنبال شورایی هستین، با چه گروهی در تماس هستید؟ با چه گروهی شورا میکنید؟ مشورت میکنید؟ چه کسی رو قبول دارید؟ 4 تا آدم خوب تو ایرانیای 80 میلیونی به من و آقای مانی و به نمیدونم فرهاد زمانیان و به اونای دیگه معرفی کنید. 4 نفر. 4 نفر معرفی کنید، بگید اینا ناخونای من خیلی بزرگ شد. خیلی ها این ناخونای من باور کنید 3 روزی یه بار نگاه میکنم میبینم واو. نمیدونم.
پس که فقط استخونای ما بزرگ میشه، جنس ناخونم از اون هستم. امیدوارم شما موفق باشید. من باورم بر اینه، اتفاقا یه مدتی هم برای این هیلاری کلینتون کار میکردم، منتظر این بودم که آمریکا، میدونید مثلا توی اسرائیل زن داشتیم، توی هندوستان داشتیم، توی پاکستان داشتیم که مسئول دولت بودن، این آمریکا که این همه ادعا میکنه و این آمریکا که 245 سال محصول مشترک تمام کشورهای دنیا است، هنوز یک رئیس جمهور زن نیومده که اینا قبولش داشته باشن، هنوز قبول ندارن. تازه اونایی هم که میگن خب بالاخره رئیس جمهور سیاه که داشت، آقا خانم این سیاه نبود، اون اوباما از سفیدا سفیدتر بود، باور کنید. بماند، منتظر هستیم شما بیاین به ما صحبت کنید. و بله مانی میگه من میخوام شاه بشم، بیا شما رایا به من رای بده، بیا همین تا یکی بیاد بگه شما میگی نه من این قبول ندارم. بابا داره جونش رو به خطر میندازه، میخواد شاه بشه، میخواد خدمت کنه، ما میگیم آقا اینو قبول نداریم. شما باید بچه شاه باشی. حالا اگه بچه شاه دیوانه باشه، عقب افتاده باشه، این هم نتونست لیسانس بگیره، یه لیسانسی رو با این همه پول، مامانش پول داد به دانشگاه کالیفرنیا، آقای نمیدونم نصر و دیگران هومورک، تکلیف روزانه و فلانش انجام دادن، یه لیسانسی بهش دادن که بلکه آقا برو بیرون. باور کنید اینجوری بودا، یادتونه میگفتن هفت چیشی نمره هفت فلان، بعضی معلم ها از دست شاگرد عاجز میشدن، میگو آقا نمره شو دادم که بره، چون اگه رد میشد سال دیگه من باید با این سرکله میزنم. اینا اینجوری هن. ولی اگه شما طرفدار آقای رضا پهلوی باشی، رضا پهلوی رو قبول داری، ولی این آقای مانی خورسندی اگه بیاد به شما بگه آقا خانم من تا حالا 10 تا شرکت رو انداختم، 100 نفر سر کار گذاشتم، این 100 نفر همشون الان صاحب شرکتن، ولی میدونی بالاخره ما ایرانی ها 7000 سال پادشاهی داشتیم، همش هم گندا، ولی همینجوری عادت کردیم به بوی گند، یه جا بو گند نیاد میگیم مریض شدم، فکر کنم دماغ من دیگه بو حس نمیکنه. و الا شما این رضا پهلوی اگه فردا بخوای یه شیرینی فروشی باز کنی، اینو بذاری دم دخل، جلو دخلت چیز، که طرف که میاد بگه سلام چی میخواین، قولتون میدم اینو قبول نمی کنید تو اون مغازه شیرینی فروشی، ولی چون ایران مال خودتون نیست، از چیزای خلیفه ببخش، بیا برو آقا، بیا برو. 648000 کیلومتر مربع بابات اونجوری بود، ببخشید آقا یه چیز بدی میگفتن، بداد از پس و پیش خان کرم بود، بله تک ماده، آها راست میگه تک ماده آها میگفت اونو گذاشت تک ماده رو طرف میذاشت تک ماده در میرفت، ولی وقتی معلم به اون نمره میداد به اصطلاح میگفت این نمره رو دادم، حالا شاید بین مردم نبوده، ولی من چون معلم و دبیر بودم، من ممتحنم بودم، ممتحن میدونید چیه، اونایی که امتحان کلاس نهایی وقتی میرفتید کاغذها یادتونه، اسمتون و اینا اینجا نوشته بود، شماره اینجا، بعد شماره رو جدا میکردن میدادن دست ممتحن، این کاغذ رو چیز کن تصحیح کن، قرار بود اونم نفهمه کیه، ولی اینقدر راز و نیاز داشت، طرف میگه این اولش بنویس مثلا 4 به اضافه 1 مساوی 7، اصلا جزء چیزام نبود، من میفهمم این ورقه مال تو نمرتو میدم. بمانه ببینیم که فرزاد نیساری چی میگه. میگه درودی بسیار بر کاکای شیرازی، منم به شما سلام میکنم، سلامی بسیار، و میگه سلام بر تو ای دوست ای هموطن، سلامی که خیزت ز جان و ز تن، سلامی به گرمای آتش فشان. اینو محمد علی ابو قداره گفت در این فیرفکس، یه وقت پیداش کنیم دوباره میگم براتون بخونه این شعر رو. ولی میگه هر کس بتونه به لیست کابینه، یه لیست کابینه درست حسابی ارائه کنه، من ازش حمایت میکنم. آقای خلوتی، من آدم حسودی نیستم، ولی کم کم به شماها داره حسودیم میشه. سالها پیش این آقای کامران عطابکی، این بیچاره، یعنی اون کامران عطابکی بیچاره، داور دستش انداخت آقا بیا رئیس جمهور بشو، اول گیر داده بود به من که تو که میگی رضا پهلوی مرد عمل نیست، خب تو که میگی من تجربه دارم فلان اینا، بیا پرچم درست. گفتم نه 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 آقا،
اگه کسی رفت یه خوراک خورد آقا این برنجش خوب نیست، شما فوری قابلمه و گازه که نباید بهش بدی، بگی برو خودت بپز. من بلدم بخورم بگم بده، حالا میتونم بگم این آشپزه خوبه اون آشپزه بده، ولی خودم آشپزی بلد نیستم. بمانم این کامران عطابکی بیچاره رو خام کرد، گولش زد و اونم آمد. اینا هم از خونه فراهانی هستن فکر کنم، کامران عطابکی فراهانی از این سیبیلای اینجوری آمد و گفت من میخوام رئیس جمهور بشم. من یه سوال ازش کردم، گفتم که شما که میخوای رئیس جمهور بشی نخست وزیرت کیه؟ گفت که آگهی استخدام میذارم. اون موقع جمعیت ایران 60 خورده 70 میلیون بود. گفتم یعنی از این 70 میلیون وقت هیچ چیز شرطی هم نداره که مثلا نخست وزیری که من آگهی استخدام شو میگه میذاری، میگی من به یه نفر احتیاج دارم که مرد باشه، زن باشه، 30 سالش بالا باشه، سوادش دیپلم به بالا باشه، دیپلم این باشه، لیسانس اون باشه، تجربه کار داشته باشه. آقا اینجا میخوان ساعتی 8 دلار بدن به یک خانمی که بگه الو شرکت مثلا مردم تیوی با کی میخواین صحبت کنین؟ طرف میگه باید 2 سال سابقه داشته باشی که فلانجا کار کرده باشی، بتونی 60 تا لغت بنویسی. والا من نمیدونم، واسه ساعت 8 دلار بهش میدن. بمانه این آقا میخواست بشه رئیس جمهور ایران و میخواست نخست وزیر رو آگهی بزنه help wanted یا آگهی استخدام. گفتم خیلی خوبه، اینایی بود تو ایران نوشته بود به یک دادزن احتیاج داریم. ما که تو ایران بودیم این شغله نبود دادزن. شاید من اگه اونجا وای میستادم دادزن خوب میشدم، چون صدای کتوکلوفتی دارم. بله، پرویز زمانی، فرهاد زمانیان میگه که 7000 سال پادشاهی داشتیم، قبر 3 تا پادشاه تو ایران نیست. خب این دوستان دقت نمی کنن. اگر یک کمی دقت میکردن میفهمیدن که آقا مردم پادشاهی رو نمیخوان. اگه میخواستن، اگه رضا شاه میدونست، اگه شاه میدونست، چرا بلند چه شاه بیاد من میخوام خودم برم آمریکا، به آمریکا بگم اینجوری که شما فکر میکنید نیست. بعد آمریکا بهش بگی نه شما نیا آمریکا، برو مصر و سودان فلان اینا، باورتون میشه؟ بیا وسط مردم بگو مردم. حتی تا امروز من نمیفهمیدم، من نوکر و چی میگن این عروسک دست اینها بودم، من از امروز میخوام با شما باشم. یک کدوم از اینها این کارو نکردن. این بیچاره شاه حسین مال ملک حسین مال اردن، پدر این دیوانه عبدالله بهش گفته بود برادر من، به شاه میگفته برادر من بیا بریم تو بازار، اصلا حالا با لباس شاهی و اینا نه، با لباس مبدل بیبریم تو بازار، درد مردم بدون چیه، بعد بیا با مردم صحبت کن. شاه نرفته بود، اونم عصبانی شده بود، ایرانو ترک کرده بود. این که شاه اللهی ها میگن همه دوستای شاه ولش کردن، یکی یکی دیدن آقا گوش نمیده. شما یه دوستی داری میگی آقا من خرجتو میدم، میبرم دکتر، میبرم مسافرت، اعتیاد ول کن، نمیکنه یا گولت میزنه. وقتی هم میبری شما پولش میدی، یک میگه یه کم پول میتونم داشته باشم یه کفش بخرم، دوباره میره ولش میکنی دیگه، میره دوا میکشه فلان. نه بمانه. خوب شد، سر صحبت باز شد. خانم رایا اول منویش سلام درود، بعد نویش حال شما چطوره، بعد حالا چالا قطعه قطعه منویستن. مطمئن باشید که مردم تاریخ را مطالعه میکنن، اشتباه میکنی و حتما درس خواهند گرفت. کسی میتواند خمینی و هیتلر و موسولینی را نادیده بگیرد؟ مطمئنن نه. ایران و پادشاهان و تاریخ ایران هم مشخص است. جامعه باید در کمال آزادی مطلق تصمیم بگیرد و دستندرکاران موظفند در خدمت مردم باشند. شما ایدئالیستی یا ایدئالیزم فکر میکنی. ببینید شما باورتون میشه الان یه جاهای دنیا دارن دنبال هیتلر میگردن؟ نه که بگیرن پدرشو در بیارن محاکمش کنن، بگیرن بیارنش سر کار، بگن آقا اون کاری رو که میخواستی ادامه بده. بعد الان شما دست کم نگی این همه آدمی که میاد نماز جمعه، اینا دنباله اون حرکت خمینیه. شما میخوای اینا همه رو نادیده بگیری؟ اون وقت بعد شما از ما میپرسی مگر کسی میتواند نادیده بگیرد؟ بله، شما این همه آدم زنده جلوتون رو دارید نادیده میگیرید. طرف 2 نفر میره توی دشتی توی صحرای عکس میگیره، میگه کانون شورشی های ایران آماده مقاومت.
خب یکی نیست بگه آخه مریم قجره بیناموس، رجوی مفقود، اگر اینها آماده هستند شمای کسافت چرا وایستادید؟ منتظر کی هستید؟ خب بلنشید برید. میری توی مهمونی شاهولایی ها چهار تا هستن، میگه آقا شما نمیدونی، شما با مردم در تماس نیستی، من همین دو هفته پیش رفتم ایران، جای شما خالی، اولا تریاک چه بگو، نمیدونم عرق چه بگو. بعد میگه که همه ایرانی ها رضا شاه رو میخوان. میگم شما همین دو هفته که ایران بودی همش داشتی تریاک میکشیدی و عرق میخوردی، حالا خانمت اینجا نشسته رود نمیاد بگی دخترارم میبردی خانم بازی؟ همین دو هفته با 80 میلیون تماس گرفتی و 80 میلیون گفتن رضا شاه رو میخوان. شما درست میگی. آقایون خانم ها از ایشون سوال کنید چرا به این رضا تنبل مثل حسن کچل بود براش سیب میچیدن، چرا نمیگه آقا همه شما رو میخوان بلندشون برو بریم، برو برو بلندشون بریم ایران؟ برای که این دروغ میگه، و اگه به اون زنگ بزنه اونم میدونه که این دروغ میگه. شما یه فراخان تا حالا دیدید از رضا پهلوی؟ اون روز دیدم این بنگی میگو من تا حالا چند تا فراخان دادم، چرا هیچ کس نیومد بیرون؟ فکر کنید بدبخت دیوونه شده یا حشیشای کالیفرنیا خوب بوده. بله خیلی ممنون. به هیچ قدرتی نباید تکیه زد، فقط مردم و آگاهی و آزادی. ممنونم، موفق باشید. آقای هوشنگ امیرعبدی حرفاشو گوش کنید، میگه هیچ کشوری به جایی نرسید مگر اینکه با قدرت‌های دیگه اول دست به یکی کرد و از اونا قول حمایت گرفت. من فکر کنم تجربه ایشون در سیاست بیشتر از تجربه شما، شما رو نمیشناسم، ممکنه اشتباه کنم، ولی اگر بیان بعدن تو برنامه ها یا ویدیوهایی داشته باشید روی یوتیوب و اینا برای ما بفرستید، ما بتونیم به مردم نشون بدیم، مردم شما رو بشناسن. و دوباره همون سوال، شما چهار نفر رو به ما بگو که کابینتون کیا داخلشن، چه کسی رو شما بهش اطمینان دارید؟ احتمالا شما جز اونا هستید که میگید مردم رهبر نمیخوان، همه مردم خودشون رهبرن، اینا فقط شعاره. شعار که پا نداره، شما باید یه آدمی پیدا کنی که پا داشته باشه را بیا. بله بندر ماشر ده 97 رو بهتون نشون دادم، میگم که اخبار نوشتاری و تصویری از ایران و مقاومت ایران قیام آفرینان و کانونهای شورشی در سراسر میهن، اخبار سیاسی اجتماعی اقتصادی سرکوب و اختراق زندانیان سیاسی مقالات و فلان اینها. بعد آقای این نویسنده خوبی هم هست، این خلوتی نوشته که فیلم این لینک رو ببین، اوج حامیان رجوی فقط به جای خیابون رفتن تو بیابون. بعد من نوشتم آخه حماقت تا چه حد؟ ایشون نوشته حماقت تا اینجا که خانم اوز نمیدونم چی سازمان ملل بیاد تو بی سی سی بگه امروز با 15 تا پاترول ریختن بخشی رو گرفتن، الان بیشتر از 15 ساله که یه دونه پاترول هم توی نیروهای انتظامی وجود نداره. یعنی اینا تو همون موقعی که از ایران رفتن منجمد شدن، فکر میکنن هنوز پاترول و گشت کمیته هست. به طور کلی پارسای عزیز، من قویاً به این نتیجه رسیدم که اگر به خر بگی شما خر هستی ناراحت میشه. خر رو باید سوار شد، اون وقت هم شما راضی و خوشنود خواهی بود و هم جناب خر. آقا دمت گرم، این سیاستمدار خوبه. ایران اول یک معلم اخلاق لازم داره. آقای خورسندی، به جان بچه هام، این آقای پتیک، این آقای تیمسار آریانپور، دوستان نزدیک من همه میدونن، میگم اگر یک کاری تو ایران انجام شد درست، این بود که اون وزارت فرهنگ مثل که شد وزارت آموزش و پرورش. دوستان من و شما از آموزش چی دیدیم؟ همه دیپلم، لیسانس، دکتر، فوق دکتر. ما پرورش نداشتیم. پرورش نه اینکه پرورش زیبا اندام، ما پرورش نداشتیم که به طرف یاد بدن شما اگه پول پیدا کردی تو خیابون برو به یه نفر بگو، نمیخواد داد بزنی آقا من یه 10 تومانی پیدا کردم که همه بگن 10 تومانی مال منه، برو به مادرت، به پدرت، به مدیر مدرسه، به ناظم مدرسه بگو که اون اعلام کنه این سربی یه پولی پیدا کرده مال کیه. این میگه مثلا 10 تومن داشتم برم چی بخرم، میده دستش میره. نه اینکه ول کنن ملت رو،
خانم رایای عزیز، زمان شاه به ما یاد داده بودن شما اگه پول تو کوچه پیدا کردی، اگه تو کیفی باشه، تو زنبیلی باشه، فلان نشونه ای داشته باشه، روش یه چیزی نوشته باشه، این پول شما نمیتونی خرج کنی، باید بری بدی به معتمد محل، یعنی کی؟ آخوندا. حالا گوش کن، ولی اگر نشونه ای روش نبود، یابنده جوینده یابنده، یه چیزی اینجوری میگفتن، اینجا میگن founders keeper، یعنی کسی که پیدا میکنه نگهش میداره. ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا طرف کارگره، بیکاره، رفته بره اداره کار، باید هر دو هفته بره خودش معرفی کنه. تو اتوبوس که سوار شده یک کیف جا مونده، رفتن $10,000 پول نقد بوده، رفته زنگ زده وایستاده اونجا، گفته که من این پول پیدا کردم، کسی که پول گم کرده بیاد. طرف میاد بهش میگه که من امروز از بانک پول گرفتم، میخوام برم خونه بخرم فلان، $10,000. حالا به همتش وقتی اینو میده $100 بهش میده، بعضیا اصلا پول نمیدن فلان، ولی دست به این پول نمیزنه. همین آمریکایی که ما میگیم اینا خرن، کافرن، فلانن، همشون میرن جهنم. من میخوام کافر باشم، من میخوام با اینا برم جهنم، نمیخوام با خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و اینا برم بهش. اون یه سری شاه میخواست ما رو ببره بهش. شما برید حزب رستاخیز رو نگاه کنید، ببینید سخنرانی آقای شاه چیه. میگه این حزب حزب اسلامیه و این اسلام هم همون اسلامه، درست حسابی اسلام شیعه مال ایران همون. چرا؟ چون اسلام شیعه و قانون مشروطه و اینا این حاج آقا و باباش کردن شاه. برگردیم، با شما 1000% موافقم آقای خورسندی، برای که شما میگید اول معلم اخلاق ما لازم داریم. آفر، من کیف میکنم شما سوربی عزیز حرف میزنید، من آرامش میگیرم، قندم میاد پایین، دمت گرم. حالا شما اینجوری هستی، بعضیا همین کرخر علی ترابی، این معتاد بنگی، برای من نوشته بود ایشالله تو آلزایمر بگیری که ما از دستت راحت بشیم. دوستان منتالیتی یا طرز تفکر شاه اللهیار ببینید، به من نمیگه تو اینجا دروغ گفتی، تو اینجا غلط گفتی، میگه امیدوارم تو فراموشی بهت دست بده، یعنی من فراموشی بهم دست بده نتونم بیام حقیقت رو بگم که اینها بتونن به شما دروغ بگن. من میخندم چون اعلام میکنه اینایی که خارجن اینجوری اینجوری، سرتیترش اون لیست بالا منم. حالا من این که هر قدری کمک میتونستم به این و خانوادش از لحاظ دانش و فلان اینا انجام دادم، گفتم تا میای برو زبان بخون، تو ترکیه که بود گفتم برو زبان بخون، ولی این کرخر یعنی از همون هنرستانم آدم جنبولی بود. بله، میگه که البته اخلاق هنوز کالای لوکسیست، فقط به آموزش شعور بپردازیم. من فکر کنم همون آموزش شعور میشه اخلاق و پرورش، چون آموزش معمولی میشه مدرک، میری تو آفیسش نوشته مدرک از فلان جا، یک کم برید نزدیکتر بعضیاش نوشته این آقا 2 روز در فلان سمینار شرکت کرده. چی؟ سمینار هو ایز هو. باورتون میشه تو آمریکا یه شرکتی اومده کی کیه یا کی به کیه، هو ایز هو، برای من فرستاده بود مستر سوربی $200 بده یه تیکم برای خود نامه بنویس بفرست، ما توی چاپ جدیدمون می‌نویسیم که مستر سوربی اینه، هر چی خودت میگی اینه، که مثلا وقتی میری کتابش هم گذاشته رو میز منتظری باز میکنی، مثلا دکتر فلانی این آقا وقتی که 3 سالش بود دیگر احتیاج به پوشک نداشت، حتی فلان میکرد، در 5 سالگی دانشگاه را تمام کرد، در 7 سالگی هر چی دروغ نوشته. اون طرف هم مثلا نمیخونه، وقت نداره، میگه هر مزخرفی دلش میخواد بگه. این آمریکا تا چند مدت هم الان هم اینجوریه، یه پولی میدی به دکترا میده. یه نفر رفت با میکروفون و دوربین گفت آقا شما چرا داری به این دکترا میدی؟ گفت آقا خب این دکترا میخوام بهش دکترا دادم، شما مشکل چیه؟ گفت خب ما اگه خواستیم استخدام کنیم. گفت خب شما که میخوای دکتر استخدام کنی، شما امتحانش کن ببین دکتر جواب دارن اونا. خب ایدئولوژی شاه اللهی ها تاریخ است، تاریخشان هم جعلی است. آفرین، شما به همین دوستمون بگو که چرا توی تاریخ ما
راجب مصدق هیچی نبود، اون چند مدت، اون چند سال اینجوری شد. بعد شماها که الان فوش میدید، یکتون میگید مصدق هم جنس باز بود، یکتون میگید فراماسیون بود، یکتون که خبرم نداریم، حالا هم شاه هم جنس باز بوده. فراماسیون بودن اصلا ایگو ایرادی نداره، تمام این آدمای معروف دنیا فراماسیون هستن. دوست ما هم فراماسیون بود، البته ول کرده. خب در هر صورت شما درست میگید، تاریخ رو هم اینا متاسفانه دستکاری کردن، بازم دستبردار نیستن و میگن ما خوندیم، شما قضاوت نکن. البته نمیخوام بگیم این خانم شاه اللهیه، چون به بعضیا وقتی میگی شاه اللهی ناراحت میشن، ولی یکم که صحبت میکنی میگه من طرفدار پارلمانی مشروطه فلان، میگه آقا خانم مشروطه که خراب، این مشروع است. میگه نه منظورم پارلمانی اروپا است. میگه مثل کدام کشور کم میاره؟ میگیم خب این شاه و شازده و فلان اینا که مثل اون نیستن، کارمون خیلی خرابه. خلاصه اینم از این. میگه به خر نگین خر، ناراحت میشه، سوارش بشین و برین دنبال کارتون. I received your email this morning which you asked what should we do. این آقای دیوید رمضانی نوشته. این رمضانی ها، اونایی که دهدار رمضانی باشن با ما فامیلن. I received your email. مال کجا هم بودن؟ یک ماشین دوان بود، شهر بهشون میگفتیم دوون، مال دوون. رانندگی هم داشتن، آموزشگاه رانندگی هم داشتن، دهدار رمضانی. خلاصه we can have some educational and informative dialogue for long stage of healthy for long now okay this would be okay. زنگ میزنم آقا، 10 دقیقه 7 دقیقه دیگه زنگ میزنیم. گویا این دوستمون آقای دیوید رمضانی حاضر شده بیاد به من و شما بگه که چه باید کرد. I'm interested sound like a good idea. بهش میگیم که این به نظر من خیلی فکر بکری هست. ما تو فکر کردن هم دنبال بکر و باکره و اینا میگردیم، یعنی اونجا هم کارمون خرابه، فکر بکریه. و اما بذار ببینم این، فکر کنم همین پیام آقای رمضانی باشه. چی به زبان فارسی؟ بله به زبان فارسی مصاحبه میکنم. ایشون برای من به انگلیسی نوشته، امیدوارم. آقای صاحبی درود بر شما، من رمضانی هستم. ایمیل شما رو امروز دریافت کردم که شما گفتین که چه باید کرد. هر حال زنگ زدم با شما پیرامون چه باید کرد گفتگویی داشته باشیم و برای شما یه ایمیل هم فرستادم. برحال اگر مایل بودیم لطف کنید زنگ بزنید. خیلی ممنون. سلامشو کرده، در چه باره ای زنگ زده، شماره تلفنش هم گفته، بعدم گفته که میخواد من حاضرم مصاحبه کنم. منم براش نوشتم خیلی ممنون، پیام شما رو گرفتم، ایمیل شما رو هم گرفتم، خوشحال میشم با شما صحبت کنم، ساعت 3 بعد از ظهر با شما تماس میگیرم. خب این چه اشکالی داره که ما دو تا ایرانی هی طرف میگه آقا من 20 بار زنگ زدم شما نبودی. میگم ببین خودت میگی تو نبودی، من اگر نبودم چجوری باید جواب تلفن میدادم؟ تو پیغام میذاشتی، وقتی بودم پیغامتو میگرفتم بهت زنگ میزدم. یه مشکل به این کوچکی ما هنوز نتونستیم حل کنیم. تلفن، پیامگیر، الو صبحی جان به من زنگ بزن یه کاری دارم. ای بپوکی، ای خفه نشی تا خودم خفت کنم. چی هستی؟ شماره تلفنت چیه؟ تازه اولا من 60 تشخیص نمیدم که. آقا من یکی و دوتا و دهتا دوست و دشمن که ندارم که، 20 بیشتر از 20 هزار تاش اسم و فامیل نوشته. همه ما ایرانیام یه جور حرف میزنیم، هممون به سکول میگیم اسکول، به استاپ میگیم استاپ، فارسیمون هم همینجوری. حالا یکم یک لهجه داره یک لهجه نداره. در صورت زنگ که میزنید بگید کی هستید، برای چی هست، شماره تلفنتون رو بگید. شماره تلفنتون رو دو بار بگید، یه بار به ایرانی یه بار به فارسی. همین دوستمون آقای سپهرار فرخ زنگ زده بود برای آقای مینوی، آقای مینوی گفت شما شمارتی که گفتی یکیش میسینگه. شما بهتون بگم دارید زنگ میزنید یه نفر میاد رو تلفن شما یا میاد رو تلفن من، نمیدونم کدومش، تو گوش من به جای این که مثلا شما میگی 337 میشه 3 بیق بفت، اون بیق حالا من چیکار کنم؟ بشینم 9 بار به شما زنگ بزنم از 0 تا
یک ببینم کدومشه. مگر تلپاتی بلد نیستی؟ تلپاتی دوستان این تماس مغزها هست، از طریق به اصطلاح دور و اینا میتونم مثلا من با شما تماس برقرار کنم، فکرتون رو بخونم. نه والله هنوز بلد نیستم. باید داداش تو شما یه سری از این طنزای جالب بیاین به ما بگید تا ما یاد بگیریم. و اما دولت آلمان مجوز پرواز هواپیماهای ماهان را لغو کرد. اینو اورونیوز یا یورونیوز یا یورونیوز نوشته، هر کدومش رو دوست دارید شما میتونید بگید. و میگه اسماعیل بخشی برای دومین بار دستگیر شد. ماجرای اسماعیل بخشی، گویا وقتی دستگیر بوده طبق معمول این آخوندا از طرف اعتراف میگیرن که آقا من دزدی کردم، من اصلا حضرت محمد رو من کشتم، حضرت علی رو من شهادت شهید کردم فلان، بعد اینو نگه میدارن. طرف که میاد بیرون تا اعتراض میکنه میگن اینها اعتراف کرده. این اعتراف به درد عمتون میخوره. در هر صورت دوباره این بنده خدا رو گرفتن. آقای بخشی پس از آزادی از زندان نیز از شرکت هفت تپه اخراج، حسابهای بانکیش مسدود و ارتباطش با دیگران به شدت محدود شد. حالا شما اینا ما میبینی جانم فدای ایران، همه این دوستان فعال، نگین فعال عربیه، بگید کنشگر. اوکی کنشگر، ببینید کدومشون میان یه جنبشی را بندازن، نفر یه دلار جمع کنن برای این اسماعیل بخشی که منو پتیکم اولین نفرای باشی، من 20 دلار ایشون 100 دلار، ایشون بیشتر از من پول میسازه، بدیم برای این. نیست، همش تا این رفت زندان من یه ایمیلی بفرستم بعدم میگیم 4000 تا لایک گرفت. ای مردشور این لایک و دیسلایک رو ببره. کنفرانس ورشو دیپلمات های لهستانی در تهران با عباس عراقچی دیدار کردن. کنفرانس ورشو دیپلمات های لهستانی در تهران با عباس عراقچی دیدار کردن. صبح دوشنبه اول بهمن امروز هیئتی از دیپلمات های لهستانی به ریاست ماچی برس فلان معاون وزیر خارجه این کشور در سفر به ایران. لابد ایران گفته آقا لهستان خجالت بکش، این چه کاری میکنی؟ آقای فرزاد نیساری میگه در این اوضاع هرج و مرجی که هر کسی ساز خود را میزند، یک راه هم این است که چه نباید کرد. آفرین. بعضی وقتا چه نباید کرد مهمتر از چه باید کرده. زدی به هدف. این شیرازی زبل دیگه. از این بری میگه آقا شما خیلی چیزا رو راست میگه دیگه. رانندگی به بچه‌تون که میخوای یاد بدی همه چیزا رو میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن. اگه 4 تا این کارا نکنه بهش بگی اون بیشتر تو مغزش میمونه. چه نباید کرد؟ برنامه‌ای از فرزاد نیساری مرشد، بچه مرشد سربی از آمریکا. دوستان عزیز ساعت 2:59 دقیقه است، بذارید ما یه زنگی بزنیم به این دوستمون. کجا؟ در آمریکا هستن، من نمیدونم، ببینیم که این تلفنمون برقرار میشه. گوگل وایس و شماره شونم دادن، اینجام نوشتم 770 مال آتلانتا است فکر کنم. بنویسیم تلفن و میک کال. مثلا میز تلفن میگه میک کال، نه با تلفن میخوام برم آفتابه تارت بگیرم، ما میخوام زنگ بزنم دیگه. 770 باقیش رو نمیگیم، شادیشون نخواد شمارش رو شما بدونید تا بعد. کال ببینیم چی میشه. کانکت، بله چی شد؟ نیومد هنگام. نه، بذارید با کروم زنگ بزنیم. حالا این دوستمون همشهریمون گفته بود کروم رو استفاده نکن، کروم برای ویندوز 7 خوب نیست، ولی بعضی وقتا راه حل دیگه ای نداری دوست عزیز، چون چیز میکنه، بگو برنامه دیگه نمیذاره مثلا گوگل وایس رو استفاده کنی. بذارید من این جیمیل برای یه تلفنی که ما میخواییم بزنیم چه بدبختی ها باید بکشیم. خدا کنه این شماره کار کنه.
حالا اون وقتا بهشون میگفتیم به ما زنگ بزنیم، ما میتونستیم اینجا جواب بدیم. الان دیگه قبول نمیکنه چیز. گوگل وایس سرکلش پیدا شد، یه بار دیگه میریم با آقای دارن گوش میکنن، بگویید خودش زنگ بزن. آقای خراسانی، این تلفنای گوگل وایس قبلا میتونستن زنگ بزنن، الان که زنگ میزنن مال ما نمیدونم چه به سرش آمده، کار نمیکنه و ما 15 دلار کم داریم که یه تلفن معمولی بگیریم، یا دیگه باید با همین ساخت 770 شماره بعدیشو نمیگیم، این هم این، این هم این، بریم کال کنیم ببینیم این دوستمون چی میگه. بله من سه پلیس کال میگم، بله هیچی دیگه نمیاد، میرتش. باورتون میشه؟ روزگار غریبیست نازنین. بذارید ببینم توی اون تلفنی که ایشون زده ما میتونیم از اون وری زنگ بزنیم. من یزدی خراسانیم. بله این از این. نه ایشون به مجید جک ما زنگ زده، به مجید جک زنگ میزنن دیگه کار نمی کنی. بذارید با این شماره تلفن بهشون زنگ بزنم. گفت که اگر مهمون مایی تازه دل باش. اینجا داشته باشیم این شماره رو، 770. شما نشستین که من اشتباه کنم هفت رقم بعدیشم بگم. صدا میاد؟ آقای رمضانی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. درود بر شما آقای سوربی. آقا اول از شما تشکر میکنم، توی برنامه از شما تعریف کردم که چقدر قشنگ پیغام گذاشتید، ایمیل فرستادید، توی پیغامتون گفتید هدفتون چیه، اسمتون چیه، شماره تلفنتون چیه. من خیلی ممنونم، بیشتر ممنونم از این که بعد از این همه مدت که من به هر کدام از دوستان میفرستادم که چه باید کرد، بعضیا ببخشید دیگه با فوش و نمیدونم تو چه کار کردی و اینها، شما خیلی قشنگ، عاقلانه، صبورانه مثل برادر بزرگتر تماس گرفتید، گفتید که تماس بگیرید، شاید ما بتونیم با صحبتایی که با هم انجام میدیم یه راه حلی داشته باشیم. شما صحبت کنید، بگید چه باید کرد. من حین صحبتای شما اون نوشته و ایمیل اصلی رو نشون میدم که اصلا این مکالمه من و شما از کجا شروع شد. یه بار دیگه هم از شما ممنونم که تماس گرفتید. بفرم. خواهش میکنم. نه پیش از اینکه ما به این پرسش پاسخ بدیم که چه باید کرد، باید نخست ببینیم که اصلا مشکل چیه. چون اگر آشنایی لازم و کافی برای یا انگلیسی میگن problem definition، اگر تعریف درستی از مشکل نداشته باشیم، ما اصلا به این مرحله چه باید کرد نمیرسیم. یعنی اگر هم برسیم اشتباهی میرسیم. اینه که من خیلی متوجه شدم که بیشتر ما برعکس کار میکنیم. اول میشینیم میگیم چه باید کرد، بعد میگیم که اصلا مشکل حالا چی هست. ببخشید آقای رمضانی، الان یه دوستی از آلمان آقای نیساری تماس گرفتن و نوشتن در این اوضاع هرج و مرج که هر کس ساز خودش رو میزنه، یک راه حل هم این هست که بگیم چه نباید کرد. البته اون بله اون ایمیل، اون چیزی که شما میگید درسته. من چون رشتم برق بوده، در کار برقم میگن ترابل شوتینگ، الیمینیت کردن اینا رو، باید ایبیابی کنیم ببینیم چیه، تک تکش کنیم و پیش بریم. من چون میبینم هر روز دوستانی میان، مثلا این نوشته اینجوری نوشته: دو عرب یک فصل مشترک، ریختن خون انسان. ما خونهای ما را ندادیم که خربوزه ارزان بشود، ما جوانهای ما را ندادیم که خانه ارزان شود. ما همه جا فریادشان این بود که ما اسلام میخواهیم، اولیای ما برای اسلام جان دادند نه برای اقتصاد. این یکی از حرفای خمینی بوده، خمینی که گفته اقتصاد مال خره، خمینی که گفته بود شما به فکر خانه و مسکن نباشید، ما شما رو به مقام انسانیت میرسونیم. مقام انسانیتی که الان میبینیم به غیر از اینکه خانم‌های جوان به اصطلاح تن فروشی میکنن، حتی مردها تن فروشی میکنن.
بعد فساد و اختلاس و اینها به حد اعلا. ولی این که رسید من نوشتم خب خیلی ممنون که شما اینو گفتید، من اصلا یادم هم نیست فرستنده ایمیل کی بوده و چه باید کرد. باز از شما ممنونم که شما گفتید، من حالا منتظریم شما برای ما ایبیابی کنید و بعدم راه حل رو بگید. بله رمزانی، اجازه بدید شما صحبت از به اصطلاح جنگ سرد گفتید، تو اون زمان دو قطبی بود، این وسط هم یه سری افراد از بین ضعیف از بین میرفتن، ولی خیلی ها میگن که اون زمان یک تعادلی برقرار بود که این تعادل الان از بین رفته و همین از بین رفتن تعادل الان باعث شده که بعضیا خیلی تندرو بشن. میبینیم الان دیگه حتی تو اروپا، تو آمریکا، همینجا دیروز جلوی مقبره لینکلن طرف یه پسر جوانی که با دانشگاه آمدن، کلاهای آقای ترامپ هم رو سرشونه که میخوان آمریکا رو دوباره گریت کنن، به روز عالی بشونن، وایستاده یقه یک سرخپوستی رو که جنگ رفته و داره اینجا میگه که این مملکت رو به نابودی دارین میکشین گرفته بود. البته بعد دانشگاه عذرخواهی کرد، گفت این دانشجو جوان فلان نه، ولی امروز دانشجو هش پس گرفت. یعنی اون دو قطبی بودن، اون طرز صحبت، اون طرز برخورد و اینا همه ماها قبول داریم. و من نمیدونم شما چند سالتونه، من 62 سالمه،
خود منم خب یه مقداری بودم، تغییرات رو دیدم، ولی الان با همه این تغییرات، با همه این تحولات رسیدیم به امروز، رسیدیم به این جامعه. بعد شما تو صحبتاتون گفتید که جامعه ایران 1400 سال دو قطبیه، یعنی ما واقعا قبل از اسلام یه جامعه یک قطبی و یک دست بوده؟ گیج میشیم. بله رمزانی. عذر میخوام از شما چون من تصویر شما رو ندارم. شما همون آقای دیوید رمزانی هستین که توی آتلانتا هستید؟ بله. من میتونم عکس فیسبوکتون رو بذارم؟ عکس فیسبوکم رو باشه. نه چون برنامه تلویزیونی گفتم اینجوری به اصطلاح ارتباط بیشتری با بینندگان پیدا میکنید، ولی میذاریم برای دفعه آینده، امیدوارم با اسکایپ با هم تماس بگیریم. من اون چیزی رو که شما گفتید کاملا قبول دارم، ضمن اینکه سر بحث مصر یکم با شما اختلاف دارم که مصر به اون صورت یا اون شعارهایی که میدن که نمیدونم حسن الهیکل بوده، کی بوده آمده گفته که شما اگه فردوسی رو نداشتید مثل مصر عربی حرف میزدید اینها، و اونها فرهنگ مصر رو فراموش کردن اینها، اونو یه مقداری بعدن باهاتون بحث میکنم. به این سادگی فکر نمیکنم باشه که اونها ذوب شد. بله بفرمایید. حالا من خیلی کلیشو میگم، پیکچر میگم. حالا چرا ممکنه مثلا وارد جزئیات که بشه توی دیتیل که بریم، خب ممکنه حالا ما ببینیم از اون هنوز هست، ولی چیز قالب، فرهنگ قالب در کشور مصر چیز اسلامیه، فرهنگ اسلامیه، و اگر بقایایی از اون فرهنگ مصر پیش از اسلام هم وجود داره، اینقدر کمرنگ رو به سلاشیت هست ما بینیم هست، یعنی اینطوری هم نیست. ولی به اون صورت مانند ایران چشم گیر و چیز نیست، چی میگن عرض اندام بکنه و توانایی این رو داشته باشه که مثلا اسلام رو به چالش بکشه، این گونه نیست. ایران، فرهنگ ایرانی اینقدر پویا هست و اینقدر زنده هست که علاقه رو که این دین تو اون کشور اینقدر سن داره و اینقدر منابع و امکانات رو به کنترل خودش گرفته، ولی علاقه من هم اینها فرهنگ ایرانی این توانایی و این چیز رو داره که تمامیت اسلام رو نداره، فقط جمهوری اسلامی،
بلکه اسلام رو به چالش بکشه، اون رو به نظر بکشه. این حکومت نمیتونه بکنه. حالا اینه که این انقلابی که رخ داد، حالا هر جوری که بخوایم نامگذاری بکنیم، پاشور یا انقلاب، این اجتناب ناپذیر بود. خود شما نظرتون چیه؟ خود شما نظرتون چیه؟ نظرم درباره انقلاب بوده، آشوب. خب خود انقلاب اصلا معنیش یعنی آشوب. شما هر بله درگیری باعث نمیشد. بله بله. اجتناب ناپذیر بود. و حالا این درگیری میتونست به شکل انقلاب باشه، میتونست به شکل آشوب باشه، میتونست به شکل جنگ داخلی باشه. اما حالا اونایی که میگن آقای رمضان، اونایی که میگن میتونست به صورت رفراندوم باشه، شما موافق نیستی؟ ببینید این درگیری بایستی نیشد. اگر این رفراندوم نیشد، ببینید توی ایران ما دو بار تجربه رفراندوم داشتیم. یه بار رفراندوم زمان آقای مصدق، یه بار رفراندوم انقلاب سفید، این بار رفراندوم جمهوری اسلامی. و جالبه که این رفراندوم ها، یعنی این درگیری اینقدر این تنشن بین این دو قطب نیرومند و بزرگ بود که حتی اگر اون رفراندوم ها میشد، باز توانایی این رو نداشته بتونه این دو قطب رو سبب بشه که این تنشن فروکش بکنه. بدونی این رو که نفرق مینداخت. من این رو دارم که اگر مثلا رفراندوم میشد، ممکن بود مثلا این انقلاب رو 5 تا 10 سال عقب بندازه. ولی شما مطمئن باش این درگیری رخ میداد. حالا 10 سال دیرتر، اون تو 10 سال دیرتر، یعنی ما با این رفراندوم ها در این چه میگرد برای خدا زمان میخریم. یعنی این مشکل، این چالش وجود داره. حالا این رو پاسش میدیم به نقل بعدی. نقل بعدی رو میگیم حالا آن رو مخانم با یه رفراندوم به یه شیده این ممکن یه پای سال بخره، بعدی رو پاسش میدیم به نقل. همین طبیعی اینه که این پاس دادن ها ما یه دقیق شایی این مخزوم باید بشینن خودش رو واقعا از خودش این پستش رو بکنن. ما باید چکار کنیم؟ چگونه میتونیم؟ باید یه جوری تقریب خود رو تعیین کنیم با این. و این یکی اونوری باید نشیم یا اونوری. و این رفراندوم ها فقط اون گرفتاری رو عقب میندازه. نه اینکه به این میگم بند سولوشن. بند یعنی شما فقط چی میگه؟ زخم رو همون میخواستم بگم، همون که مثلا میگن طرف سرطان داره، قرص مسکن آسپرین بهش میدن فعلا. ببینید آقای رمضانی، چون من فکر میکردم شما راه حلی که میخواییم بدین با توجه به این گذشته ها امروز در این مقطع میگید چه باید کرد، ولی دوستان مثلا آقای نیساری از آلمان الان تماس گرفتن، نوشتن که جدا از تاریخ 200 سال پیش 57 سال که شاکش پهلوی ها با مردم کار را به جایی رساند که دست شاه را در برابر مردم به ویژه جوانان ایران رو کرد. بیگانه پیش از بلوغ و به قدرت رسیدن دموکراسی، خمینی ترشی انداخته را به میدان آورد. خانم رایا صادقی هم که نمیدونم از کجا هستند، روی فیسبوک نوشتن که ما از هیچ الگویی به عنوان نمونه از پیش وجود داشته پیروی نمی کنیم. الان ایران بعد از 40 سال حاکمیت دیکتاتوری اسلامی، جمهوری اسلامی، مردم حتما اندیشه و الگوی جدیدی برای دولت آیندهشان تعیین خواهند کرد. مردم اسلام را شناختند و اشتباهات دولت شاهنشاهی را به خوبی درک کرده بودند. شما با این موضوعی که این دوستمون، این خانم عزیز جمع می‌بنده و فکر می‌کنه که مردم همون چیزی رو که ایشون فکر میکنن مشکل ندارید؟ من مشکل دارم این جنرالایز کردن که مثلا بگن همه شیرازی ها خوبن، چون من همیشه میگم خب من استثناء هستم، من بدم، همه اصفهانی ها. این دوتا موضوع رو چجوری میبینید؟ یکی تاریخ، چون شما میگید که تاریخ ما، فرهنگ ما خوب بوده، اینها من میخوام ببینم چه مقطعی رو منظورتونه. دیگری این که این دوستمون میگه ما هیچ الگویی و اینا رو نمیخوایم، چون من از ایشون وقتی صحبت میکنم میپرسم مثل کجا، مثل کدام کشور؟ مثلا ایشون دنبال حکومت شورایی هست، میگم خب 4 نفر رو باید معرفی کنید که بگید من وقتی میخوام شورا داشته باشم با اینها خواهم بود،
شما نظرتون درباره گفتگو گفتار این دو تا دوستمون چی است؟ ما احتیاج به مدل و اینا نداریم، یعنی ما یک کاری میکنیم. امیدوارم مثل اون یکی نباشه، نوزایی هم میشه، دوباره زایی هم میشه. بله خب اینو که داریم الان درست شده، آقای شاهین نجات و دیگران هستن، آقای شما هم جزوشون هستید. رمضانی عذر میخوام از شما، چون شما مخصوصا به این نکته اشاره کردید که مسئله رو شخصی نکنیم. مثلا این دوست ما آقای فرزاد نیساری از آلمان وقتی نوشته مملکت فروشی و دست نشاندگی تاریخی پهلوی ها کار را به انقلاب کشید، اتفاقا شاه و دست نشاندگی او یکی از عوامل مهم بود. شما اینو قبول ندارید که اینا فاکتور داشتن
به اصطلاح مهم بودن در اون شورش یا در اون انقلاب؟ من متوجه هستم. شما منظورتون اینه که ما تا فردا صبح میتونیم بگیم مرغ اول بود یا تخم مرغ و هیچ کدومون هم به جایی نرسیم، ولی وقتی صبح بله. آقای ببینید، آقای خورسندی مانی خورسندی، داداش اون دوستمون آقای هادی خورسندی، نوشتن چه مشکلی باعث شده این رژیم سراسر ناباب 40 سال دوام داشته باشد و چه باید کرد؟ حالا این چه باید کرد همون سوالی که ما داریم. بعد دیدم شما، یعنی شنیدم شما گفتید که وقتی مشکل هست عوض کردن سیستم کاری را حل نمی کنه. مگه تو همین آمریکایی که من و شما هستیم به مردم نمیگن که الان دموکرات ها اگر برن، ریپابلیک اگه بیاد مشکل حل میشه؟ بعد ریپابلیک که میاد، اون دموکرات میاد میگه به خاطر ریپابلیک ما مشکل داریم، سیستم اگه عوض بشه مشکل حل میشه. چرا فکر میکنید عوض کردن سیستم حکومتی مشکل اون کشور رو حل نمیکنه؟ بله. قبول داریم که اگر یه حالا اسمش رستاخیز بذارین، رنسانس بذارید، ممکنه که یه حرکتی در تمام سطوح انجام بشه و بهتر بشه، ولی وقتی امروز ما این ایمیل رو میگیریم از دوستمون که فکر کنم یه خانمی باشن به نام بهجت مهراسا، نوشتن ما فرهنگ اسلامی نداریم، هر کس چنین چیزی بگوید حرامزاده است، تمام فرهنگ ما ایرانی است و دانشمندان ما همه غیر مسلمان بودند و با اسلام در تضاد کامل. اینو شما چجوری میتونی هضمش کنی؟ اول برای خودت، بعد برای ما تعریف کنی. خب ببخشید، اینو نمیشه مثلا بدون این که به دیگران بگن حرامزاده، و چون شما تا بگی به یه نفر حرامزاده یعنی خود شما پیرو دین هستی که قبول داری باید یه آخوندی، یه کشیشی، یه ربایی، یه وردی بخونه تا شما با اون معشوقت بتونی بچه درست کنی و این بچه حلال باشه. من دارم این میگم، این خانم مهراسا، این همون نیست که تو تلویزیون برنامه داره دکتر مهر؟ من آشنا نیستم، ممکنه ایشون باشه، ولی من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ببینید مغزم زخمی شدم و سایکولوژیکلی خیلی چیز دارم. خب
خب ببخشید اگه اینجوری باشه ما مشکلمون اول مشکل نفرای خودمونه. ببینید من اگر توی ارتش شما باشم بعد به دلیل اینکه عقده دارم از عراقیا که مثلا داداشمو کشتن یک کارای دیوونه بازی در بیارم، اولین کسی که باید منو مهار کنه کیه؟ شما هستید و دوستانی که با من در یه سنگرید، یا باید ولش کنید که من برم طرف دشمن به اصطلاح ترتیب خوب شدن و ببینید شما میگید این خانم زخمیه، بعد مثلا میگید که این که آخه چیزایی که نوشته درست نیست. وقتی شما میخونید میبینید دانشمندای اسلام این همه، من یه فیلمی دیدم داشت نشون میداد که این تلمبه ها و نمیدونم دستگاه ها و حتی این دستگاه های آسیاب چیز آبی و اینها، حالا اسمش هم یادم نیست، همه اینا رو به اسم میگفت، فلانی نوشته در فلان تاریخ در 900 سال پیش در 1000 سال پیش. یه دفعه ما بیایم همه اینا رو بریزیم دور و ما بگیم ما فرهنگ اسلامی نداریم و فرهنگ بله ببخشید آقای رمضانی، این تاریخی که شما گفتید، گفتید 11000 یا گفتید 1100، 12000 یا 1200؟ رمضانی من از شما عذر میخوام، چون دوستان شکایت میکنن که صدای شما تو تلفن خوب نیست، بذارید من یه چند تا از این چیزایی رو که دوستان نوشتن برای شما بخونم، بعد با شما تماس میگیرم. حتما یه برنامه میذاریم که یا با اسکایپ یا با تلفن لندلاین با شما تماس بگیرم که صدای بهتری داشته باشه. خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس از فرانسه، ببخشید نوشتن متاسفانه ایشون مزخرف میگوین، من نمیدونم به شما هستن یا به من، در هر صورت دومیش نوشتن که فرهنگ اسلامی هم خیلی داریم، به علت اینکه همه در زمان تحویل سال قرآن به روی سفره هفت سین میگذاشتیم. آقای نیساری نوشته رنسانس، بله، اما تا در شطرنج سیاسی
مبارزه شیوه کار را ببخشید شیوه کار دشمن را نشناسیم و سنگ محک شناخت دوست و دشمن را نشناسیم، دشمن با مهر جابجا کردن مجال رنسانس نخواهد داد. 200 سال مبارزه مردم ایران و شکست‌هایش گواه این مهم هست. آقای خورسندی میگه که تمدن در جهان مشترک است، مثل زبانها که لغات مشترکی دارند در حال حاضر. اتفاقا این همون صحبتی که من از شما راجع به سال که پرسیدم، میخوام ببینم شما وقتی میگی سال منظورتون سال پادشاهی، سال میلادی، سال میلادی بود منظورم. آها، وقتی میگید سال میلادی یعنی قرن چهارم پنجم، در هر صورت ببینید شما مثلا اینجوری که چیز شد الان مشکل ما زیادتر شد. شما دارید یک کمی رو جغرافیا و به اصطلاح ببخشیدان نمیخوام بگم نجات پرستی دارین رو اون تأکید میکنید، میگید که این دانشمند. چرا اجازه بدید دلیل داشته من این جغرافیا رو برجستش میکنم که این حقیقت برای که این افرادی که دارم میگم نوازفرین اصدادشون اهل اون منطقه هم. اما چرا؟ اون منطقه جغرافیایی دورترین نقطه به عربا است. یعنی عربا وقتی که همینطوری ایران رو کشور گشایی میکردن میومدن جلو، خب زمانی برای تا شما برسید به اون منطقه و ببینید اون منطقه کوهستانی میرسید به من میدونم شما کجا داری میری. شما داری ما رو میبری که اینها کمتر تحت تأثیر اعراب قرار گرفتن و به همین دلیل دانشمند بودن، فیزیکدان بودن اینها. بذارید اولا خانم جیلانی خیلی ممنونم که درست کرد، یعنی به من توضیح میدن که برای اون خانمی که اون جمله رو نوشته ایشون گفتن اون خانم عصبانی و غیر منطقیه که ما فرهنگ اسلامی نداریم، هر کس چنین چیزی بگوید حرامزاده است، تمام فرهنگ ما ایرانی است و دانشمندان ما همه غیر مسلمان بودند و با اسلام در تضاد کامل بودند. خانم جیلانی نه به من بوده نه به شما، به این خانم احتمالاً همون خانم مهراسا هست، توی تلویزیونای طرفدار پادشاهی میبینم. ولی چون میبینم که با آقای بهمن بیگ هم جزو ایمیل هست، آقای بهمن بیگ هم توی آتلانتا هستن و من میدونید 20 سال تو کار رادیو تلویزیون هستم، من همه این دوستان رو از دور میشناسم. بعضی وقتا با اسم متاسفانه ممکنه قاطی کنم و یادم نیاد. باز از شما تشکر میکنم. اجازه بدید ما این بحث رو بذاریم توی بحثی که شما مهمون برنامه من باشید، از اول با اسکایپ بیاین و صحبت کنیم. چون شما درباره رنسانس ایرانی گفتید، این چیزیه که آقای نجات و شاهین نجات و دیگران هم درست کردن و به اصطلاح تشبیهش کردید به این که یه بچه‌ای میخواد زاییده بشه. خود ما مخصوصا باز تو آمریکا دیدیم تا خبر اینو به پدر و مادر میدن که شما حامل هستی، طرف میره یه شغل اضافه میگیره، میره خرج میکنه، خونه‌شون رو عوض میکنن، اتاق خواب برای پسر یا دختر درست میکنن، یعنی آماده میکنن زندگی رو. مثل قدیم نیست که بچه که دنیا بیاد بگن خب هر آن کس که دندان دهد نان دهد، یا اینم میاد اون پایین یه دوشک براش میندازیم میخوابه. رنسانس ایرانی به نظر من این بچه دوستان ما ساده انگاری کردن که یه دفعه آمدن اسم رنسانس گذاشتن، اونم رنسانسی که الان توی اروپا هم داریم میبینیم که یه مقداری بکفایر داشته یا چی میگن به اصطلاح عکس العمل خوبی نداشته. اینا رو ما میتونیم صحبت کنیم. ولی الان شما بفهم بله بله شما گفتیم مجبورم اینو ببینید. این رنسانس درسته که ما میگم یک نوزاد هست، یعنی در مراحل ابتدایی زندگی خودشه، اما تا یه حدی اینطوری ببینید رنسانس در دوره پهلوی ها شروع شده بود، رضا شاه و بعد محمد رضا شاه پهلوی این رنسانس و این ایرانگرایی رو، این تنها خانواده بود که پرچم ایرانگرایی رو در افراشته نگه داشته بودن. البته تنها نبودن، مثلا شما آقای رمضانی
شما مخصوصا چون اسم رنسانس رو به ایرانی رستاخیز گفتید، من میتونم ازتون خواهش کنم ویدیوهای چندی رو براتون میفرستم راجع به حزب رستاخیز، راجع به گفته های شاه، راجع به بله. شما یعنی با واژه ها بازی میکنید. من میتونم مثلا بگم که سیما یعنی یک پرنده میتولوژیکاله و سیما یعنی سیتا پرنده، یعنی نه نه داخل سفسطه و اینا نشین، اونا رو ول کنید. ببینید بیننده ها و شنونده ها حرفای شما رو، آقای رمضانی اجازه بدین، حرفای شما رو دارن میشنون، حرفای منم میشنون. شما رنسانس رو یا نوزایی رو تشبیه کردید در فارسی به رستاخیز، بعد برای منی که جوان بودم و حزب رستاخیز تأسیس شد، برای الان وقت شما میگید پرچم ایرانی گرایی رو رضا شاه به دست گرفت. رضا شاه کسی بود که اسم پرژن یا اون پارسیان رو عوض کرد، گذاشت ایران، بعد پرچم ایرانی رو شما میگی با گل بر سر زدن، با سینه زدن، با قمه زدن، یا شاه به من اجازه بدید خب بذارید، یا شاه وقتی میاد میگه این حزب رستاخیز توضیح میده که این اسلامه و اسلام من هم خیلی، اون وقت شما یه دفعه میان شاه رو به یه آدم پیشرفته‌ای میخوان تبدیل کنید، این میدونید یه کم کم میارید. شاه وقتی میاد با فلاچی صحبت میکنه، اوریانا فلاچی، و میگه که من از اسب افتادم حضرت عباس گرفت، سردرد داشتم حضرت علی گرفت، خب بی خود نبوده که وقتی هم سرطان داشته به موقع عمل نکرده، نشسته بوده تا امامان دیگه مشورت کنن ببینن حالا نوبت کیه که بیاد به ایشون دارو بده. ببینید اینجوری نمیتونیم. من حقیقتی که به شما زنگ زدم این بود که فکر کردم شما چه باید بله جان آخه شما وقتی اینو میگی مثل این میمونه که من به یه نوزادی بگم شما وقتی میای دنیا باید 90 سالت باشه که بتونی مثل بابات و مثل بابا بزرگتم فکر کنی. ببینید خانم دکتر جیلانی که خودشون هم دکتر هستن، هم تو فرانسه هستن، هم تو پاریس هستن، هم کلمه فرانسوی رو قشنگ ترجمه میکنن، میگن خب ری که یعنی دوباره، اینجا ما میدونیم، و این نسانس یعنی تولد. اون وقت شما نمیتونی تولد دوباره رو هی بیای برگردونی، یه بار بگی از بالا به پایین، یه بار بگی از پایین به بالا. اگه تولد همونجوری که شما گفتی از نطفه شروع میشه تا بچه بشه و دنیا بیاد تو، بعدم وظیفه پدر مادره که برش بالا. من میگم این بله متاسفانه امروز وقت نداریم. شما میدونید امروز روز تعطیلیه تو آمریکا و من هم
به دلیل اینکه یه برنامه دو ساعته داشتم با کانون آوا از آلمان اینجا بودم و گفتم فرصتی است که هم به شما که لطف کردید با ما تماس گرفتید احترام بذارم، هم با هم آشنا بشیم برای دفعات بعد. من روزای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه برنامه دارم، احیانا با این دوستانی که توی ایمیل لیست بودن اگه تماس بگیرید همشون به شما خواهند گفت که این سوربی مأمور جمهوری اسلامیه، چنینه، چنانه، حتی ممکنه به شما پیشنهاد کنن تماس نگیرید، چون اینا دوست دارن جایی برن که بهبه و چهچه بشنون و کسی ازشون ایراد نگیره. ولی اگه شما مایل بودید در برنامه من باشید به عنوان مهمون، من خوشحال میشم باهاتون تماس میگیرم، یا فردا یا چهارشنبه صبح از طریق اسکایپ و از طریق فیسبوک و اینها میتونیم ارتباط بهتری داشته باشیم، چون حالا بعد خودتون رو فیسبوک بخونید، دوستان شکایت میکنن که صدای شما تو تلفن خوب نیست، دلیلش هم اینه که من با اون تلفن اصلیمون که میخواستم بگیرم نشد، با این تلفن گرفتم. به نظر میرسه شما چیزای تکنیکی هم زیاد واردید، نشون میده که این اسپیکرای کوچیک تلفن خیلی صدا رو خوب نمیاره، ولی باز جا داره از شما تشکر کنم. و به نظر من شما وقتی این ایمیل رو گرفتید و پاسخ دادید، من فکر کردم شما با خانم مهراسا آشنایی دارید و گفته ایشون رو قبول دارید و بر اساس قبول گفته ایشون میخواین با ما بحث کنید و چه باید کرد رو بگید. بازم ازتون ممنونم، چند دقیقه شما میتونید صحبت کنید تا بعد خداحافظی کنیم، ولی حتما با شما تماس میگیرم، امیدوارم در برنامه آینده مهمان ما باشید. و رنسانسی که امروزه وجود داره اینها در کجا هست و مهمی که اینها خوب ما متوجه بشیم. و باز گفتم این چیزایی که من بهش میپردازم هیچ ربطی به هیچ شخصی نداره. من باز میخواهیم برجستش کنم که اگر ما رئیس جمهور هم داشتیم این درگیری بین این دو بود اجتماع ناپذیر بود و هر نوع سیستمی که توی ایران داشته بودیم این رخ میداد، حالا یا به شکل اقلال یا به شکل جنگ داخلی یا به شکل بقیه شده به این خودش رو باختاب میداد این و هیچ چیز دیگه نمیتونستیم پیشگیری بکنه و میتونه یه مدت زمان بخره، 5 سال 10 سال زمان بخره، اما هیچ گونه این رو نمیشه. در حال ها این درگیری فرهنگ ایران و اسلام اجتناب ناپذیره، بلکه درگیری دین اسلام با تمدن غرب اجتناب ناپذیره. این اصلا یه چیز درازیه، یعنی مخصوص به بله. آقای رمضان، من از شما ممنونم، اجازه بده اینجا از شما خداحافظی کنم، بعد از برنامه لطف کنید من لینک برنامه رو براتون میفرستم، یه نگاهی بکنید بیشتر با هم آشنا بشیم، حتما با شما در تماس خواهیم بود، هم شما هم دوستانتون. اتفاقا آتلانتا آقای کوروش سلیمانی که هنرمند معروفی هم هستن، ایشون هم در فکر تهیه برنامه‌ای هستن که بتونن از افرادی که اونجا هستن استفاده کنن، برنامه‌ای داشته باشن. امیدوارم بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم، چون من باور دارم که هرچی بیشتر صحبت کنیم، حتی اگر من به اصطلاح دوگم باشم یه طرفه فکر کنم، ولی صحبت‌های شما بیننده ها رو روشن میکنه و حقیقت رو بازتر میکنه و دید ما رو بهتر میکنه. ممنونم از شما. روز خوبی داشتید. به امید دیدار. مرسی عزیزم. خب دوستان عزیز، با آقای دیوید رمضانی بودیم و میگم متاسفانه آقای عزیزان هم اینجاست، آقای عزیزان هم از آتلانتا هستن و آتلانتا اینجا یه شهر خیلی بزرگ و ایالت به اصطلاح بزرگی هست و تمام کورپوریشن ها اونجا هستن، برنامه بزرگ، گردمای های بزرگ اونجا هست، حتی ایرانی ها اونجا خیلی متمرکزن و به اصطلاح برنامه‌ای میذارن. مثلا وقتی آقای نوریزاده آمد اینجا، رفت اونجا با اون آقای کی بود، مدحی و همین آقای فضائل عزیزان که یک جوانی بیش نبود، چنان این نوریزاده رو بی آبرو کرد و دروغگوییش رو نشون دیگران داد که هنوز که هنوزه ازش صحبت هست. امیدوارم آقای عزیزانم بیاد و یک شناختی به ما بده، چون
توی یکی از اون ایمیل ها اسم آقای رو دیدم به نام بهمن بیگ یا بهمن بیگی. ببینید این دوستان اگه شما نگاه کنید وقتی که میان و به شما پیشنهاد میکنن شخصی نگاه نکنید، بعد میبینی خودشون دارن شخصی نگاه میکنن. وقتی به شما میگن که مثلا منی که تو رژیم شاه دنیا اومدم، اونجا زندگی کردم، هیچ وقت خبر نداشتم دوره شاه رنسانس شده. چه رنسانسی؟ منظورشون همین رستاخیزه، حزب رستاخیزی که خود شاه در کتابش گفته اونایی که دیکتاتورن تک حزبی هستن. بعد وقتی تک حزبی میکنه یه مشت افراد ترسو متملق مثل منوچهر گنجی و دیگران میان قرمون صدقش میرن، به جایی که یکیشون برای که نخونده بودن یکیشون بگه اعلی حضرت این کتابی که خودت نوشتی و به ما هدیه دادی، ما همه جا امضا نشون دادیم، شاه به ما این داده، اینجا شما نوشتی دیکتاتورها هستن تک حزبی درست میکنن، نکن این کار رو. مثل اون کاری که بنی صدر با مسعود رجوی کرد، با خان بابا تهرانی و یکی دیگه اینا دکتر کی بود، گفتن که آقا نرو با صدام، بری با صدام این میشی یا غیب میشی یا، و دیدید که الان غیب شده نیستش. باید گاهی وقتا حرفای دیگران رو وقتی گوش میکنیم یه مقداری هم تأمل کنیم. شما ببینید اینا در گفتن تاریخ الان مشکل دارن. وقتی یه تاریخ رو میگن دهه صده، آقا یا تاریخ رو با قرن برین جلو یا با سال. شما کجای تاریخ 2019 دیدید بهتون بگه در صده نمیدونم 14 در فلان، میگه آقا سال این میلادی یا بیفور یا افتر یا قبل از کرایست یا قبل از مسیح یا قبل از مسیح. حالا ما ایرانی ها رو نگاه کن، شما میرون روی سایتش مینیسه سال 7572، میرون روی سایت یکی دیگهش نوشته سال 2536، یکی دیگهش میریم این سال 1400 فلان تازی، یکی دیگهش میریم 4000 فلان مازی. ما هنوز نمیتونیم بفهمیم که آقا قبل از 1400 سال پیش تو ایران چه خبر بود. همه دانشگاه ها باز بود، همه استاد فن بودیم. بعد ما تفاوت فرهنگ رو با دین قاطی کردیم. دین مجموعه یک کاراییه که به یه مذهبی چیزی انجام میده برای که برسه به خدا، کلیمی مرغ میزنه به دیوار، مسیحیه نمیدونم با تفنگش دعا میخونه بعد شلیک میکنه، مسلمونه شلاق میزنه. فرهنگ مجموعه عادات و روش و رفتار یه جامعه است. فرهنگ ویرجینیا شما سیگار میخوای بکشی، اینجا وای سیگار میکشی 100 نفر نگاه میکنن، برو وست ویرجینیا 70 مایل 1 ساعت، برو وست ویرجینیا همشون یه اینقدر تنبکو تو دهنشونه، هر کدومشون از 32 تا و 36 تا چند تا دندون، 2 تا دارن باقیش سرطان و مرطان رفته. این فرهنگه، برای که بچه چش باز کرده باباش تنبکو اونجا بوده، بابای داره دوش میگیره این داره تنبکو میخوره، بعدم خودش تنبکو میخره، همشون شلوار لیاشون رو نگاه کنید یه دایره انقدی پشتشه، این دایره جای قطی تنبکو. اینا مجموعه عادات رفتار کردار اینا میشه فرهنگ. ما میگن 40 ساله، میگم خب خانم 40 سال پیش، آقا 40 سال پیش ما آدمای خوبی بودیم. حرفای خود شاه رو بیارید گوش کنید، ببینید راجع به گران فروشی چی میگه، ببینید راجع به اونایی که بر علیه حکومتش ممکنه یه فکر کرده باشن چی میگه. آقا یه سری اصلا کارهای بی خود انجام شد. حالا شما هی بشین اینجا بگو انقلاب نبود، باز خدا پدر ایشونو بیامرزه، میگه حالا اگه انقلاب بود یا شورش بود لازم بود. یعنی داره میگه بله، حالا یا جبر زمان بوده یا جبر حکومت بود، به یه جای رسیده که باید این عمل انجام میشد. دوستان انقلاب شاه بی مردم یادتونه میگم انقلاب، آقا من فکر کنم شما نویسنده این جوکای آقای خورسندی باشی. میدونید که دوستان وقتی افراد خیلی معروف میشن و باید مثلا یه برنامه که میرن 2 ساعت جوک بگن، یه سری نویسنده های جوکاشون رو میدن اون اجرا میکنه، چون اجرای جوک خیلی مهمه. شما یه آقای بود اینجا قرنه میزد، معلم ریاضیات بود، خدا بیامرزه، سال 2006 آخرین مصاحبه من باهاش انجام دادم و این میگه آقا این کتاب جوک من میدم به شما، شما اجرا کن. ببین یه نفر برات دست میزنه، یه نفر میخنده و راست میگه. اینجا هم بهش میگن نمیدونم پانچینگ سامتینگ، این نوشته ها رو که شما مینویسن که
انقلاب شاه بی مردم میگم نکنه شما نویسنده جوک ها و طنز هایی هستین که برادرتون هادی خورسندی روی صحنه اجرا میکنه. میگن نه آقا، کتاب ها را شاه ننوشته، خودش هم نخونده بود. آفرین آفرین، خیلی خوشحالم که این بیننده ها بیننده منه. نه آقا، درود بر شما آقا جاوید شاه، ما در زمان شاه با پای برهنه نمی رفتیم، ما هر کدام 6 تا کفش می پوشیدیم. اون وقت بهتون عکس نشون میدم، زور عمله ها خوابیدن، زنا کنار جوی آب دارن رخت می شورن، گاو و گوسفند تو خیابون داره میره. یه خانمی سالها پیش این کتاب برای من فرستاد، بعد کتاب را انگلیس چاپ کرده، در زمان شاه چاپ شده. بیخبری تا کی، تا چه حد؟ حالا که یکی میخواد حرف بزنه دوستان گیر دادن به رنسانس. میگم آقا رنسانس یه بچه فسقلی میخواد دنیا بیاد، شما یه اتاق میری رنگ میکنی، زندگی تو عوض میکنی، کار خودت، کار خانومت، کدام مدرسه ببرمش؟ هنو بچه دنیا نیومده مال دیگه، الحمدلله دختر نوامون داره میشه 3 سالش، پسرمونم داره میشه 1 سالش، دیگه اینا رو داریم میبینیم که اصلا هم مقام یه کسی میشه بچه. اون وقت شاه آمد رنسانس درست کرد و رفت. آقا رضا شاه هم قبلش، اگر رضا شاه قبلش رنسانس درست کرده که دیگه احتیاج نبود شاه درست کنه، این باید ادامهش میداد. ولی خود اینا میگن ای کاش شاه هم مثل رضا شاه بود، آخوندا رو میریخت تو سطل آشغال. میگم آقا کجا ریخت تو سطل آشغال؟ خودش با 4 تا امضای آخوند آمد شاه شد، و الا باید میگو گور پدر همتون، من رئیس جمهورم، قانونم دوباره مینویسم. اینها آقا 4 نفر آدم با سواد، مثل همون اوائلی که قدرت خرابش نکرده بود، باید 4 تا آدم با سواد. همه میگن رضا شاه، آقا رضا شاه آدم خوبی بود تا موقعی که قدرت نداشت، تا موقعی که میدونست چیزی بلد نیست افراد دانا رو آورده بود سر کار، ولی یکی یکی خودش گرفت حبسشون کرد، خودش کشتشون، خودش خونه نشینشون کرد و رفت دنبال ده و نمیدونم مال چی میگن، مال املاک. اون وقت خراب شد دیگه. دوستان عزیز، ساعت 3:58 است، میگه اون همیشه فل بداهه است، فل بداهه. بله خیلی ممنون. در صورت خیلی خوشحالم دوستان که با شما بودیم، حتی روزی که روز تولد مارتین لوترکینگ هست، کسی که جونش رو برای آزادی و به اصطلاح همین دوستان سیاه‌پوست امروز هرچی دارن از اون دارن، هرچی هم ندارن از تنبلی خودشونه، باید برن دنبالش. هر کدومشون میاد میره بسکتبال بازی میکنه، پولدار میشه، میره سفیدترین زن رو میگیره، بعد پدر خودش در میاره، بعدم میفهمن مغزش خراب بوده. آقا این پوله رو برو بریز تو جامعه سیاه، یه کارخونه درست کن، 4 تا سیاه رو بزن سر کار، خودت با سیاه ازدواج کن که اون سیاهای دیگه هم بگن بابا افتخار میکنیم. نه امید آرزوشون این باشه من بزرگ بشم پولدار بشم برم یه زن سفید بگیرم. دوستان عزیز، ممنون و متشکرم از شما. امیدوارم چهارشنبه بتونم با شما باشم، چون همینجوری که گفتم امروز آخرین روزی هست که ما در این خونه در این محل هستیم و داون سایز میکنیم. داون سایز توی آمریکا یعنی زندگی اونو جمع‌تر میکنیم، پامونو سعی میکنیم از گلیممون بیشتر دراز نکنیم. گفت پامو یه چی میگم، پامو جمع میکنم ولی سرمو جلو کسی خم نمیکنم. بعدم سعدی گفته هر کی بامش بیش برفش بیشتر. ما این 15 سالی که اینجا بودیم خونه بزرگ، بچه هم بودن، 2 تا بچه کالج رفتن دیگه، هی اون چی بخر، هی اون چی بخر. ما ایرانی هم که چیزی رو دور نمیریزیم، هی نگه داشتیم نگه داشتیم، الان میبینیم وا مصیبت چه بلای عظمایی نصیبمون شده و باید یکی 2 روز رو بذاریم حراج بیایید ببرید بخرید. آقا نخر ببر، فقط خالی کن اینجا رو تا ما بتونیم تکلیفمون معلوم. میگه که رضا شاه از وقتی خراب شد که اولین باغ را بهش بخشیدن. بازم بافرین. حتی اگه میخوایم بگین رضا شاه خراب نشد، خرابش کردن، خب خود همین که آماده خراب شدن باشی خود این اشکال ضعفه. اینجا هم آمریکا یه چیزی دارن میگن قدرت چی میکنه، بعد قدرت بزرگ طرف رو خرابتر میکنه. یه جمله خیلی قشنگیه، اینو خود اینا میگن و
و میبینیم که چه کار میکنه قدرت. طرف میاد اون کلینتون با اون دختره میاد زندگیش اونجوری چی میکنه، بعدم این یکی شارلاتان اینجوری دنبال قدرته، که این یکی که از بچگی دنبال قدرت بوده و خراب بوده حالا خرابتر شده. ضمناً من اون روز یک نوشته‌ای بود وقتی که گفتم شما چجوری میفهمین من هستم یا نیستم، آقای مجید افراخته از آلمان نوشته بود سربی مثل شیر میاد، گفتم شیرم دو جور داریم، منظورش کدوم، منظور شما کدومه من براتون میخونم یادم رفته، ولی شما دوستان بعضیاتون بعد برنامه گیر میدین به من که آقا یادت رفته، میگم اوکی چشم حالا براتون میخونم. زنها دوست دارن با مردی ازدواج کنن که مثل شیر قوی، مثل خر کاری، مثل سگ با وفا، مثل میمون با مزه، مثل خروس با غیرت، ولی بعد از ازدواج خانم ها می فهمن مرد ها مثل شیر بیرحم، مثل خر نفهم، مثل سگ هار، مثل میمون زشت و مثل خروس همه مرغ ها را دوست دارد. خیلی خطرناکه. خب دوستان عزیز، آقای خورسندی هم میگه شیر سه جوره، برای اون بعدا توضیح بده. آقای فرخ سپرار میگه امروز تولد دخترم ملودی بود، به دختر شما هم تولدش رو تبریک میگیم. چند سالشه؟ و تو نوه هم داری دیگه فرخ، و این نوه واقعا دوستان عجب عجب نعمتی بود که فعلا نصیب ما شده، و امیدوارم اگر ازدواج کردین فرزند دارید شما هم این نعمت یا هر چیزی شیرینی نصیب زندگیتون بشه. تبریک، ممنون و متشکرم. بله من خیلی جالبه، دخترم دختر بهمون داده، پسرم هم پسر بهمون داده، جنس ما جوره، خودمون که جنسمون جور شد، من همسرم دختر پسر و تکمیل، و دخترم دختر پسرم پسر، الحمدلله از همه لحاظ کمبودی نداریم که بگیم ای کاش این بود اون بود. و من باور کنید همون تو شور و تب و نمیدونم چیزی که ایرانی ها همه میگفتن پسر، من به خانم میگفتم هیچ فرقی نمیکنه، و همین که سالم باشن و سالمم بودن از این بابت خوشحالم. به شماها هم تبریک میگم و امیدوارم بچه های شما هم سالم باشن، شما هم سالم باشید. خیلی ممنون که با ما بودید. تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید، تلویزیون مردم برنامه‌هاش رو شیر کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و میبینید این دوستانی که میپرسین چه باید کرد، حقیقتاً هیچ کسی به جز ذکر مصیبت چیز دیگه‌ای نداره، و همه ما به یک نوعی آخوند هستیم. فقط آخونده یه هنر از ما بالاتر داره، چنان فن بیانی داره که میتونه هر وقت خواست من شما رو به گریه بندازه، هر وقت خواست من شما رو به خنده بندازه، از همه اینا مهمتر هر وقت خواست ما رو اینجوری مثل نمک پاش برعکس کنه، پولامونو بکشه. ای کاش من این هنر رو داشتم. حمایت، بترسید از روزی که من بیام اینجوری برعکستون کنم، پولاتون از جیبتون بریزه. خودتون حمایت کنید، خیلی ساده است. تلویزیون مردم، mardomtv.com، این گوشه این گوشهش نوشته حمایت، این بر نوشته دونیت، و امیدوارم شما هم به اون نتیجه برسید که برای استقلال یک رسانه باید من و شما کمک کنیم، و الا دستمون دراز میشه جلو این و اون، و به مجرد اینکه دست دراز کردیم جلو این و اون مجبوریم سرمون هم خم کنیم جلو این و اون که نخواهیم کرد. 21 و نوام در آلمان و 2 سالش هست. ماشاءالله 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 به فرخ. دوستان عزیز اگه برنامه ها رو از اول ندیدید، تا چند دقیقه دیگه این برنامه ها روی یوتیوب میره. یکی از مرتب ترین به اصطلاح آرشیو یا بایگانی رو تلویزیون مردم داره، که اگه خواستید بگید براتون لینک ویدیوها رو میفرستم، همه ویدیوها اونجاست، ساعت ها میتونید نگاه کنید، ایراد بگیرید، نظر بدید، و خوشحال میشیم که با شما باشیم. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.